بانام و یاد او که همه اوست سلام و احترام خدمت شما عزیزانی که در خدمتون هستیم بنا با برنامه قاف در خدمتون باشیم در ارتباط با مسائل فرهنگی و هنری و البته با یک تمرکز بیشتر روی هنر نمایش سینما با شما صحبت بکنیم و در یک مجال کاملا به زم ما آزاد و راحت بتونیم یک تعاطی افکاری با شما داشته باشیم با میهمانانی که دعوت میکنیم باشون گپ گف و گفت میزنیم و از اونجا که رسانه اساسا یکی از ویژگی های برجستش فراهم کردن بستر گفتگوست و این گفتگو در ساحت تولید کننده که ما هستیم و بیننده و تماشاگر که شما هستیم رخ میده بنابراین اگر شما هم با ما گفتگو بکنید در طی مسیری که داریم میریم مطمئن باشید که هم به قنای این برنامه کمک خواهد کرد و همین که ما میتونیم شما رو در فضای بحث و گپ گفت و گفتای خودمون حاضر و ناظر بدانیم برنامه رو میخوایم آغاز بکنیم با یکی از سینماگران و هنرمندان برجسته کشورمون کسی که هممون ازش خاطرات بسیار دلنشینی داریم برای ما خاطر سازی کرده در حوزه های مختلف هنر نمایش جناب آقای پرویز پرستویی رو در خدمتشون هستیم دوست عزیز من و کسی که سالهاست خدمتشون ارادت دارم و البته از آخرین گفتگویی که من آقای پرستویی با هم داشتیم دقیقا 20 سال میگذره آقای پرستوی خیلی خوش آمدید خیلی ممنون سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز که این برنامه خوب رو قطعا میدونم حالا خوب به جهت حضور شما میبینن و تماشا میکنن و قطع به یقین لذت خواهند بود و سلام ویژه خدمت شما دارم که فرماشتون بعد از 20 سال دوباره در محضر شما هستیم که مفید واقع بشه اجازه بدید آقای پرستی من یک مقدمه در مورد بازیگری بگم به زعم خودم و فهم خودم محبه. به نظرم بازیگر کسی است که اولا نقش رو در جنین دل و جان خودش پرورش میده وقتی متن رو میخونه و تو این مرحله پرورش جنین خیلی باید مراقبت بکنه خیلی باید مراقبت بکنه و مرحله بعدی به منسه ظهور در آوردن یعنی تولد اون جنین بارور شده حالا تو هر کدوم از این ساحت ها و موقعیت ها اگر احیانا اون مراقبت های لازم صورت نگیره ممکنه جنین ناقص و خلقه به دنیا بیاد کاملا به نظر من درست دارید نگاه میکنید به این مقوله بازیگری حالا منم در راستای برنامه شد شما میخوام بگم که خب بازیگر اول فکر میکنم با توجه به حالا تجربه تقریبا میتونم بگم پنجاه ساله حالا درست غلط چی کاری ندارم ولی سفیر اندیشه کارگردان یه جوری بعد ضمن اینکه من خیلی مقام میشه صحبت میکنم راجبه بازیگری حالا با آمه مردم یا به بازیگرانی که جدیدن اومدن توی عرصه بازیگری حرفم این است که میگم مگر نه اینکه خداوند خالق همه هستی است بشریت و همه آنچه که موجوده در کره زمین نمیخوام بازیگری رو با خدا مقایسه کنم ولی به گونه ای فکر میکنم که بازیگری یه جور خدایی کردنه یعنی اینکه اگر من بازیگر بتونم یه شخصیتی رو بحث جنی که بکنم بله. خلق بکنم و بیننده تو اون طول زمانی که فیلم رو میبینه پرویز پرستویی یا هر اسم دیگه ای رو فراموش بکنه بله. اون شخصیت یا کاراکتر هر که هست رو اون رو ببینه و بعد بیاد تهنشین بشه حالا راجب کار من بخواد ارزیابی بکنه یا من خوب تونستم این کار رو بکنم یا بد تونستم ولی خروجی اون کار فکر میکنم که یعنی باعث یک شخصیتی متولد بشه در واقع درسته یک کاراکتری باید متولد بشه و به همین جهته که بارها حالا صحبت هایی هم که همیشه کردیم من فکر کنم که خودم اعتقادم بر اینه میگم شما فکر کنید موقع که دارید بازی میکنید اولین و آخرین کارتونه مم. اولین به این خاطر که از گذشته بام نگیرید شبیه همون نشه یه آدم دیگه ای, رو ای آدم جدید رو خلق بکنی اینکه آخرین کار یعنی تمام همه تو باید بذاری برای این کار یه ای خاطری که بارها من تعریف کردم همیشه برام مهم بوده اونم زمان فیلم آجان شیشهی بود که اون سال حالا فجر و نمیدونم منتقدین و جشنخانه سینما و جشنواره دفاع مقدس حالا اشتباه جایزش داد به ما منطقه مراتب اون آخرین جایزه که مثلا تو اون ایام من گرفتم اون دفاع مقدس بود در همدان برگزار شد بله بله سال همدان خب من خودم هم همدانی هستم رفتیم اونجا شبام مراسم برگزار می شد بعد من شنیدم که آژانس شیشه ای در شهر اکرانه در شهر همدان به دوستان مسئول جشنواره گفتم که در جریان باشن گفتم که من میخوام برم فیلمو ببینم گفت کسی بیاد بودم نه راحت همشهری همون میدم من رفتم داخل سینما که شدم خود طبق معمول تماشاچیه که ما رو دیدن لطف کردن به ما اینها ولی دیدم اون گوشه یه نفر دو تا اساس زیر دستاشه و به سختی به سینما یه زوم کرده رو من داره میاد به طرف من من خب وقتی این رو درک کردم خودم رفتم به استقبالش و وقتی نزدیکم شدیم منو بغل کرد شروع کرد گریه کردن منم که طبق معمول اشکم در اشکم تو <applause> گفتم آقا من خرابم که چرا اینجوری میکنی گفت من خود عباسم عجب گفتم عجب. یعنی چی گفت اسمم فرق میکنه کمیسیون پزشکی تشکیل شده من باید برم لندن این نوشتان شده و من نمیفرستم و الانم به ضرب زور دارو زندم یعنی وقتی میام بیرون آخه. خانواده من امید به برگشت من ندارن نمیدونن پنج دقیقه دیگه میخورم زمین ده دقیقه دیگه میخورم زمین اما یه اتفاقی افتاده من از روزی که اینجا آژانس شیشه یکرانه هر روز میام و قضا از خونه میارم طبق فتوای این مدیر سینما از صبح میشینم تا آخرین سانس این فیلم رو میبینم عجب. اشکردم گفتم خب خسته نمیشی شما گفت نه نه تنها خسته نمیشم یه اتفاق دیگه هم در من افتاده گفتم چی گفت یه هفته است من داروهامو قطع کردم یعنی اون خیلی حیرت انگیز بود برای من اگرچه همیشه من به این قائل بودم که ما میتونیم به عنوان سفیر اندیشه کارگردان که به قول من یک مسئولیت سنگینی رو ما میپر... میسپره بتونیم تاثیرگذار باشیم پس این اتفاق هم میتونه بیفته به یه دیالوگی ما تو فیلم شکار مجید جواب مرد یادش بخیر یادش بخیر واقعا با. چرا فیلم خوبیه بله. که ك... و خدا رحمت کنه آقای بیات رو با اون موسیقی فوق العاده بله. خدا بیامرز خسرو شکیبایی خدا رحمت کنه شکی رو بله. بله. خدا, بله. 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 خدا بیامرز بله. بله. اینه که اونجا یه دیالوگی داشت یه مریضی تو اون امامزاده بود که بله. ما پناه برده بودیم اونجا خسرو میاد خدا بیامرز به سعی میکرد با این مریضه کلنجار بره بعد میفهمید که این آسم داره بهش میگفت دخیل بسته بودم بله یادم گفت بلید. دوا با دکتر شفا و خدا است. خب پس دوا نیازه بلید. شفا هم در کنارش هست ولی این هنر چه پدیده ایه که میتونه کاری بکنه که یه اثر باعث بشه که یه هفته رو نخوره اونم کسی که ترکش تو بدنش دائم داره بازی میکنه هر اون ممکنه شارگ رو بگیره بس اینقدر سنگینه یعنی اون چیزیست که به صلاح همیشه آویزه گوش من بوده و خیلی چیزایی دیگر که میگم ما خیلی مسئولیت سنگین بله. بازیگری امر بسیار مهمیه شاید الان خیلی راحت شده و خیلی ساده گرفتیم بازیگری رو ولی همچنان برای من جدیه این بازیگری و یکی از دلایل مهمش هم اینه که من آخرین کاری که کردم توی سینما فیلم بی همه چیز سه سال پیش بوده بله. و از اون سه سال پیش تا الان هیچ فیلمی رو نتونستم بپذیرم چرا انقدر ساده شده یا ساده انگاری <applause> به میشه نسبت به همه چیز از جمله نمیخوام همه آثار رو بگم مطلقا نه. همه آثار رو نمیگم ولی بله. آنچه که مشهود و ملموس و روشن است این است که سطح کیفی آثار کاهش پیدا کرده بره. در همه بسترهای فعالیت از جمله بازه بازیگری بازیگر. من فکر کنم فیلم نامه دخیل تو این مم. کارگردان دخیل تهیه کننده که یک اثر رو تهی به میپذیره که تهیه کنه باید بدونه که چه اثری رو میخواد تهیه بکنه اینا همش دخیل به ضمن اینکه اون بازیگرم باید بدونه که مسئولیت بسیار سنگینی داره یعنی اینجوری نیست که من فقط یه قرارداد میبندم یه پول خوبی هم میگیرم بعدم حالا بازی که دیگه ساده است برای ما این همه بازی کردیم کاری نداره که دیالوگ حفظ میکنیم میتونیم گریه کنیم میتونیم بخندیم موراتون میگذره دیگه توی کارم به فکر کار بعدی هستیم و این اون چیزیه که من هنوز نتونستم باش کنار بیام یعنی همیشه هم قبل از هر خروجی کاری دنبال خودم میگردم یعنی فکر میکنم که بازیگری با خود من خیلی در واقع کلنجار رفته و خیلی من ساخته نگاه منو به جهانم عوض کرده بازیگری یعنی به خاطر همینه که من از به سلام مسیر بازیگری به این مسیر رسیدم که من اصلا بلد نیستم تو اون مسلسی که یه جوری بذاریم بگم که ابداع خودم میگم کار خوراک خواب و بلد نیستم احساس میکنم که بازیگری خیلی میتونه نگاه منو به جهان عوض بکنه و کاری که میپذیرم باید همیشه اینو شاید تکراری باشه میگم باید یه جمله به من اضافه بکنه بارها مثال زدم با. میگم مثلا فرض کنید فیلم موج مرده عزیزمون آقای حاتمی کیا خب یه فیلمیه که کلی دیالوگ داره کلی با. موقعیت داره کلی فضا داره ولی به نظر من یه جملهش کلید کار است اونم وقتی که توبیخ میکنن مرتضا راشدو یه قراری یه قرار ما بجن... قرار بود ما بجنگیم شما از بچه همون حفاظت کنید. کدوم یکی از ما کم این اساس و برمه. اصل به سلام فیلم است بقیهش به اعتقاد من تعزین غذاست که میتونه غذا رو خوشکلتر نشون بده ولی اصل حرف ما در اینه یعنی روی... جهان بینی فیلم اینجاست اونجا اونجا میشن من همیشه به دنبال اینم یعنی همیشه انتظار میکشم نه آدم تنبلی نه خستگی میفهمم یعنی چی دوست دارم که این فیلم امروز تموم شد فرداش برم سر یه فیلم دیگه اما به چه قیمتی چی کار... تونید این کارو بکنی میتونم من کردم این کارو شما حساب کنید من آژانس شیشه‌ای کار کردم دو روز بعدش رفتم فیلم مرد وزیر بازی کردم اصلا دو تا دنیای متضاد فیلم روبان قرمز رو کار کردم آقای همایون اسدیان دوست عزیزمون کارو شروع کرد به خاطر اینکه بعد رج میزد شروع میکرد من وقتی از روبان قرمز دادم اصلا رنگ صورت من معلومه معلوم طبیعت قشمه در واقع اومدم فیلم شوخی رو بازی کردم م. هیچ ربطی هم من دیگه نداره بله. از اینی که حالا من بعد یه ذره زمان بگذره خودم پیدا بکنم و از این کارا من, بلد نیستم فکر کنم بازیگر در آن میتونه لحظه رو تغییر بده یعنی بعد اینقدر توانایی داشته باشه که فضاشو بتونه عوض بکنه خب چرا آقای پرستویی هممون نسبت به سینما سهل انگار شدیم به نظرت چرا این اتفاق افتاد هممون و متوجه نیستیم که این سینما این مسیری که آمده مسیر هم سختی بوده هم سعب بوده سنگلاخهای خیلی عجیب غریب داشته و گران به دست آمده و یه جای دست رفته یعنی ما چرا؟ دهه شست فکر میکنم اولین سال جشنواره سال شستی یک بوده اگه اشتباه نکنم شست, ش... شست... شست یا به عنوان دیگه برگزار شد شستی یک به عنوان جشوار فجر 61 غیر رقابتی بود 62 بله. رقابتی شد ما از دهه 60 شروع کردیم و ریختگی زیاد داشته این سینما یه سالهای خیلی درخشان بله. بوده بله. کارهای درخشانی بوده که مردم پشت به پشت بله. در صفی سینما که بتونن هی مثل این تلاشگرهایی که کارتاشون رو با هم دیگه عوض بکنن دارسته. که من اون فیلم از دست ندم بله. این از دست ندم و یه جایی هم از دست رفته و همه دست به دست هم داده از عوض شدن مسئولینمون اون بگیریم تا شرایط اجتماعی شرایط سیاسی و در واقع الان به خصوص تو این دههی که داریم زندگی میکنیم نمیگم مطلق اینکه کم لطفی نسبت به عزیزانی که بالاخره دارن کار میکنن ولی الان زمان رکود سینماست به اعتقاد من یعنی اون سابقه ای که سابقه درخشانی که ما در طول این دهه های از شست تا بله. داشتیم بله. الان یه ذره داریم درجا میزنیم انگار یه جایی خیلی دست به دست هم داده ما الان حرفی که من میتونم در مورد جمع سینما بزنم بگم ما حالا شاید یه تعدادی اضافه شده باشن و یه تعدادی هم کم شدن متاسفانه از بین رفتن تو همین بله. یک ماه اخیر چقدر بله. از دست دادیم ولی یه جایی هم بوده که شرایط اقتصادی انقدر فشار آورده آدما به این فکر دادن خیلی خب من کاری که غیر از این بلد نیستم بالاخره باید روزگارم بگذره من باید کره خونه رو بدم خرج تحصیلی بچه بدم مریضی دارم درمان دارم و هزار مسئله دیگه اینا وجود داره ولی نمیخوام بگم من تافته جدا بافته هستم من اینا رو کاملا میپذیرم و حق میدم من فکر می کنم که اگر این پنج هزار نفر عضوی که کل خانه این سینما داره اگر همه چی بر وفق مراد باشه و این چرخه درست به چرخه اعتقادم بر اینه فکر کنم مثلا حالا یه ذره بالا پایی مثلا هزار و نفر دو هزار نفر هستن که شاخه اصلی هن که بله. اینا اگر کار بکنن اون سه هزار نفر دیگه هم تغذیه میشن و اگر اونا کار نکنن کل پنج هزار بله نفر در واقع هشتشون گره نویشونه علا رقم این که ما از بیرون جور دیگه این نگاه میکنم انقدر نگاه های عجیب غریب شد مم. که مثلا فرض کن الان اون بحث مالیاتی که برای مثلا ما همه از مالیات معاف ما بودیم بله ولی الان میگن آقا تا 260 میلیون شما معافی بقیهش بعد اشتباه نکنم همینطوره 35 درصد نه فقط یه چیز جدولی داره خب یه جدولی داره بعد مالیات بدیم خب مثلا فرض کنیم بنده پرویز پرستی که هیچ وقت به این قائل نبودم اینو بدون شعار دارم میگم من همیشه نگاه هم به فیش و بوده هنوزم هست هنوزم من بازنشسته وزارت ارشادم ده سال دادگستری انتقال به وزارت ارشاد و با سی سال سابقه با درجه یک هنری بازنشسته شدم یه فیش حقوقی دارم اینو یاد گرفتم که با فیش حقوقی زندگی کنم با با اون تنظیم هستی با اون تنظیم هستم نه با پول سینما بنابراین خیلی راحته برام که سه سال کار نکنم یعنی خیلی میگن سه سال کار نمیکنه کار بساز بفروشی داره مثلا مغازه داره رستوران داره نه هیچ چیم هم ندارم من هیچ کار دیگری جز بازیگری نمیکنم ولی این قرار نیست که حالا چون من این زندگی اینجوری زندگی میکنم همه اهالی هم بعد اینجوری زندگی بکنم خیلی الان عوامل سینما یا بگم عزیزانی که در سینما هستن به سختی دارن زندگی میکنن این سختیه یه جایی در واقع مستاصل میکنه آدم ها رو یعنی علاجی ندارن جز این که به صلاح تم بدن به هر کاری یه جایی هم ساده،, ساده کار کردن باب شده الان یه جایی ما الان فیلم هایی داریم من اصلا نمیخوام واردش بشم و اسمم ببرم این مال امسال نیست نگاه من از قبلم اینجوری بوده اعتقادم بر اینه که هر فیلمی که زیاد میفروشه دلیل بر خوب بودنش امیتو. نیست و بالعکس. بله. ولی یه جایی هم هست بله یه فیلم هایی میفروشه و درستم میفروشه در واقع قد قدقامت اون چیز سینما رو هم داره قا... قابلیت قابل سینما رو هم داره. ما الان مردممون فکر میکنم که یه جایی اگر از یه سری فیلم ها استقبال میکنن و من سازنده خیلی هم به خودم میبالم که فیلمی ساختم که میلیاردها فروش کرده من باز اعتقادمه میتونه درست نباشه این اعتقاد شخصیمه الان اگر یه خانواده بلند میشه میره توی سینما فیلم میبینه یه موقعی اگر اون فیلم میفروشه دلیل بر این نیست که ما خیلی اثر فوق ای رو ارائه دادیم نه مردم و ما رفتن دو ساعت چی نفهمند گفتن آقا دو ساعت این سینما بهانه ای که من یک هفته کار طاقت فرسا کردم حالا میخوام برم این سینما بهانه ای است که بریم یه نهاری هم با هم بیرون بخوریم یه شامی هم با هم بخوریم به اقتضای مشغله ای که داره شغلی که داره توانایی که داره ولی اون چیزی که ما توقعمون هست، حداقل من اگر به با عنوان بازیگر خودمو بذارم کنار به عنوان بیننده طلب دارم از سینما بله یعنی میگم که این سینمایی که الان هست با ای که وجود داشته این سینما اون سینمایی نیست که در واقع شعن مردم ما باشه حداقل نه مطلق بگم ولی کمه گاهی به نظر میاد که مردم یه واکنش های منفی رو هم تو یک رفتار دیگه به از خودشون بروز میدن اینکه شما فرمودین حتما یکی از دلایل فروش این نوع از فیلم های اسکالا شما اسم این من هم اسم این برم برها. به دلایل. اما به نظر میاد گاهی اوقات هم مردم یک واکنش های منفی به صدا فرهنگی خودشون رو از در استقبال از این نوع از فیلم ها نشون میدن مثلا به چه ترتیب به این ترتیب که مثلا فرض بفرمایید خب یکی از مشکلات جدی سینما ایران طی سالهای گذشته از قدیم بوده مون قدیم کمتر بوده اینکه ما تنوع ژانر نداریم بس. گونه گونه گیه ژانر و چیز رو رعایت نمی کنیم. هم سازمان سینما یعنی دو گروه از مدیریت سینما جونه. هم سازمان سینمایی داره سینما رو مدیریت کنه هم خانواده سینما داره سینما رو مدیریت میکنه اون یه شکل این به شکل دیگری داره مدیریت میکنه یه گروه دیگه هم دارن سینما رو مدیریت میکنن اونها مردمن که اصلا آره اونها هم دارن با کنش و واکنش هاشون دارن سینما رو مدیریت میکنن فکر کنم که ما از یه چیزی غافلیم چون شما از یه به اصطلاح وچی اسپوردید که بحث مردمه اصلا ما کار میکنیم برای مردم بله یعنی غیر از این نیست یعنی سینما تئاتر تلویزیون چیزی نیست که مخاطب رو ازش بگیرید کاربرد بله. داشته باشه ولی ما یه چیز قافلیم اینکه اگر میگیم ما برار بعد از انقلاب ما اومدیم تو سینما دیگه حالا شما با دیار عاشقان بله از مثلا از دهه که سینمای بعد از انقلاب شکل گرفت که قبلش هنوز تکلیف روشن, نبود, روشن اصلا. نبود چه اتفاقی قرار برای سینما بله. بیفته ولی از اون زمانی که سینما شکل گرفت ما تغییر کردیم یه جایی خوب بودیم یه جای خوب نبودیم یه جای رها کردیم یه جایی شرایط باعث شده اصلا کار نکردیم ولی مردم مدام داشتن زندگی میکردن تو تمام شرایط اجتماعی زندگی کردن تو سختترین شرایط زندگی کردن شرایط نرمال زندگی کردن توی ها زندگی کردن من فکر کنم که ما قافل از اینیم که آقا اگر ما فکر میکنیم که ما تافته جدا ای هستیم از مردم مردم هم روش دارن میکنن چون مردم مستقیم با همه چی دست پنجره پس حالا ما باید اگر این رو فهمیده باشیم بایستی کاری که عرضه میکنیم بایستی در شعن مردم باشه و به همین خاطره الان مردم واقعا نسبت به سینما بی تفاوتن. ما کاری نداریم چهار تا فیلم میره خیلی هم میفروشه ساقه بشه. زیادی از آثار فروش نمی بله ولی خیلی چقدر ما الان فیلم ش... خود شما بارها توی پروانه نمایش بله. یا پروانه ساخت مثلا موضوع. الان چقدر فیلم تو صف اکران بله، بله،, بله. بله. قطعا بیان شکست میخوره بله. چون زمان تغییر کرده ما همه چی به روز داره اتفاق میفته پس بنابراین فکر میکنم که رسالت یک هنرمند این است که بایستی بدونه که الان تو چه شرایطی داره زندگی میکنه و الان چه کاری باید عرضه بکنه که بتونه مخاطب جذبش بکنه یه چیزایی رو نمیشه کتمان کرد ما از دهه شست مردم رو دیدیم تو صفی سینما درسته. و کارها رو هم دیدیم ولی الان توی این شرایطی که داریم زندگی میکنیم به نظر من سینما باید تلاش بیشتری بکنه چون مردم رشدشون متوقف نشده ولی الان یه فاصله عجیبی در واقع افتاده درست شرایط سختیه درست توی همین یک ساله اخیر انقدر مسائل مختلف اتفاق نه. افتاده تو جامعه همون که اصلا کسی حوصله سینما رفتن نداره به قول برش میگه وقتی بوش خوابت خالی چگونه میتوانی سیر شوی من بعد خیلی شرایطم جور باشه که بلندشم برم و انتخاب بکنم برم یه فیلم رو ببینم بله الان یه سری فیلم های کمدی هستن که میرن میبینن ولی خب الان داریم میبینیم توی فیلم های کمدیمون هم از هر ابزاری که ربط پیدا میکنه به سینمای گذشته ما داریم استفاده میکنیم از آوازها از ترانه ها از موقعیت ها همه اینها تماشاگر هم شاید این به قول آلا فرنگیش بگیم نوستالژی داره براشون بله. بله. اون لحظه خود ولی خود ما باید با خودمون ببینیم چند چندیم واقعا این سینما سینمای ایرانه سینمای مخاطب ماست سینمایی است که ما برای مردم همیشه رقم میزدیم که معمولاً چند قدم هم جلو بود جلوتر آسان. بود میگفتیم آقا هنرمند همیشه یک گام جلوتر از مردم حرکت میکنه این من آویزه گوشم بوده از دهه پنجاه خدا بیا مرز آقای مهتی خدا, خدا بیا مرز آقای و خدا بیا مرز عباس شوان مردم همه هم و قلوم رو دنیا رفتن و اینا اصلا چیزایی به ما گفتن که ما الان پیدا نمی کنیم مردم الان ببخشید هنرمند ها خیلی جا به ذر قاطع ارز میکنم عقبتر از مردم همینطور به همین خاطره که ما باید خیلی عباسمون جمع باشه باید بودایم تا خودمون رو به مردم برسونیم حالا با این وضعیت آینده چگونه پرستید؟ به وضعیت 1402 که داریم این نوع سینما نوع صدا تولیدات و چند تا نقطه همه این رکنایی که شما گفتید توش دخیلن یعنی خود هنرمند باید مسیرشو تغییر بده یعنی نمیدونم باید به خودش کنار بیاد یعنی باید بدونه حتی برای بقای خودش شده اصلا میگه مردمو فراموش کنی برای بقای خودش اگر میخواد باشه این راهش نیست مسئولینی که به صلاح هستن از وزارت ارشاد گرفته سازمان سینمایی گرفته باید اونها هم نگاهشون رو در واقع یه جوری با مردم همگام بکنن همراه بکنن نمیگیم بریم فیلم سیاسی بسازیم نه ما به قول فرمایش شما ما ژانر رو گم کردیم ما فیلم سیاسی هم نیاز داره جامعه فیلم سیاسی میخوایم فیلم کمدی میخوایم فیلم اجتماعی پولیسی میخوایم, میخوایم. 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 نداریم الان الان من هر چی دارم نگاه میکنم همین امروز من جلو سینما و فرهنگ رد میشدم سه تا فیلم اکرام بود همش فیلم های کمدی خب باشه بله فیلم های کمدی نیاز داریم آخه یه جایی میگن یا که یا درامای خیلی تلخ داریم بله. یا کمدی از یه جنسی داریم یه چیزی نمیدونم باز اینا همش میگم در حد بذات منه که همیشه مثال میزنم میگن که چیز خب الان من فکر میکنم موقع یادم تو جشنواره یه سری تهیه کننده ها بودن حالا اسم میبرم فیلم که تموم شد تیتراژ پایانی داشت میرفت حالا با همین دیالوگم من به گوش خودم شنیدم آقا این برفوشه این فیلم این میرفوشه این نمیرفوشه و یا این فیلم شهرستان آره این, فیلمش تهرانه فیلم تهرانه ضمن این که من یادم تو قبل از انقلاب اصلا روی اکسا قرار داده پخش میبستم من خودم اون موقع یادمه تو اون موقعی که اصلا تو عالم سینما بودم همینجوری تو دنیای آماتور تئاتر تاعت لکولیک میگردم اینا گاهی اوقات نه پول سینما رفتن داشتم نه اجازه سینما رفتن داشتم ولی وقتی می و موقع اگه خاطرتون باشه توی سینما فیلم از بلنگو بیرون پخش میشه بله بله, بله 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 هم ام. که پشت ویترین بود من میتونستم با شنیده و عکسهایی که پشت ویترین ببینم فیلم رو بسازم برای. برای. بعد میمودم تعریف میکردم برای بچه معلوم <applause> به خدا میمودم می این فیلم تعریف که حالا درست بود یا غلط بود کاری ندارم سم قشنگ تعریف میکردم ولی واقعیتش اینه که الان ما باید نگرشمون رو به سینما عوض بکنیم یعنی باید اینه, ب... اینه بدونیم اولا اون مسئول یا اون به صلاح هنرمند باید بدونه که کار بسیار مهم می داره وظیفه خیلی مهم می داره یا نباید اینو این مسیر انتخاب میکرد ماله یا اگر انتخاب کرده مسئولیت خیلی مثلا سنگینی داره اینجاست که وظیفه هنرمند سخت میشه که شما باید نبز مردم دستتون باشه که ببینیم الان چه چیزی لازمه اگه همش کمدیه من فکر کنم که نه شاید یه بخشی از مردم هم الان با فیلم کمدی رویاتشون سازگار نیست اینو چیزی که شما میفرمایید ما ژانرهای مختلف رو نیاز داریم ولی الان کم میبینیم اینا یعنی باید هنرمند به این فکر باشه منطقه هنرمندی که بسترم براش فراهم باشه ما خیلی هست. از کارگردانانمون که, که در واقع میشناسیمشون به نامم بودن تو یک مقطع از زمان کارگردانان خیلی خوبیم هم بودم کارم کردن الان بیکارن حالا اون بیکاری فقط به خاطر اینکه مثلا فرض کن خودش نمیتونه کار بکنه نیست ولی یه جورایی شده که ما سینما هم یه جوری داره رقم میخوره اصلا جایی برای اون کارگردان وجود نداره اون کارگردان اتفاقا شاید به ب... ب... طبق فرمایش شما باید بره اون کار درام رو در واقع بسازه بله. اون کار تراژدی رو باید بسازه اون کار سیاسی رو باید بسازه اون کار کودک رو کار بسازه اجتماعی کار اجتماعی رو بعد بسازه بله. هر کسی رو بهر بله. کاری ساختن در واقع به این دلخوش نباشیم که یه آمار بدیم که مثلا از اول سال تا الان انقدر, انقدر ما فروش کردیم این اون چیزی نیست که ما به دنبال فضیلتی نیست در واقع آیا تو کدوم فیلم ها فروش کردیم بقیه فیلم ها کجاست و چه کیفیت داشته و فیلم. کیفیت فیلم ها کجاست چرا اینا رو ازش قافلیم الان سینمای کودک ما کجاست کدوم کودک رو ما الان میتونیم به دستش بگیریم من دلم خوش باشه ام. مثلا نوام رو حالا بچه ندارم بگم نوام رو امروز رو بردارم برم یه فیلم مثلا فرض کن کودک ببینه کارگردان به جانر کودک ما الان کجا هستن چرا نمی سازن که حالا فرمودید که قراره بیان توی این برنامه صحبت بله میکنیم باعث واقعا برنامه. این چیز بشه یعنی باز بشه که واقعا مشکل کجاست اگر میخوایم سینما داشته باشیم اگر نمیخوایم سینما داشته باشیم که دیگه خب چیه مثلا فرض بفرمایید چون من دیدم هم وزیر ارشاد هم رئیس سازمان سینمایی آقای خزایی دیدم که <تصفح> نسبت به این فروش ها که البته من از یک زاویه این فروش ها برام دلنشین ها چرا دلنشینه میگم خب حتی از های سینما از بخشی از بدهی هاشون رو میدم بقیه. من میگم خیلی خوب قطعیه. این خیلی خوبه اصلا چیز نداریم اما وقتی که مدیران ارشد فرهنگی کشور این براشون یک مسئله بسیار بر اهمیتی جلوه میکنه و متوجه نیستن که با این نوع تعریف و تمجیدها در واقع دارن یه آدرس نشانی دارن میدن یک دو سطح تمناشون و خواستشون از سینما دارن عرضه میکنن به نظر خطرناکه مال. خیلی خطرناکه مال. که من احساس میکنم که خب مثلا سطح درخواست وزیر ارشاد رئیس سازمان سینمایی و دیگران در این سطح این سطح پایین سینماست سینما قرار نیست تو این سطح بمانه های. قرار بوده شما با من دو امدادی سینما رو بگیرید چند قدم بذار جلوتر این چوبو بگیر به چند قدم جلوتر من البته منظورم صرفاً اونا نیستن من خانواده سینما رو هم به همون اندازه دارم مقصر میدونم چون بالاخره فیلم سینمایی که وزیر که نمیسازه که زیر سازمان سینمایی که نمیسازه ما داریم همکاران بنده شما دارن میسازن خب. ما بالاخره عضو خانواده هستیم اگر خب. میگیم به اون عضو خانواده داریم میگیم اینو خب آقای پرستوی بیا به بازیگری خورده اگه موافق باشیم الان خب. صد وضعیت بازیگری چگونه میبینید آیا وضعیت بازیگران هم مثل همین کیفیت آثار رو به نزول یا نه میتونیم یک چیزهایی رو البته بارقه ها همیشه هست بارقه های امید و یک جوانه های خیلی خوبی که میشکفن هم... حتما همیشه وجود داره اما یک زمانی ما با یک جریان بازیگران خیلی خوب روبرو بودیم الان چگونه است والا من اگر اینو بخوام بگم باز از منظر تماشاشی دارم میگم یعنی به عنوان بیننده دارم میگم به با عنوان یه بازیگر وقتی بگم حالا من به معروف خرج خودم رو سوا کردم میگم خیلی بازیگر خوبی هم. نه من این عهد رو با خودم داشتم همیشه هر وقت که بازیگر شدم دیگه بازی نمیکنم هنوز نشدم چقدر خوب واقعا هر وقت احساس کردم اینه به همه اونرجو علاقه من میگم میگم هر وقت احساس کردید بازیگر شدید شما میدید بازیگر بشید دیگه از اول شدید دیگه شدید دیگه تمام دیگه برای چی میخواید بازی بکنید وقتی تازه بازیگری و ابزار بازیگری رو یاد گرفتید حالا باید خودتون رو هزینه بکنید برای کار چقدر ما برای بازیگری وقت میذاریم من میشنوم میشنوم بازیگر حتی حوصله تکرار نداره مداره. امر میکنه به کارگردان همین یه برداشت خوب بود شنیدم که دارم میگم اینا اسم نمیبرم بعد. بله. و متاسف میشم بعد به سبقه اون آدم نگاه میکنم میبینم خیلی ید طولایی هم توی ام. بازیگری نداره خبری نبوده گذاشتن هیچ خبری ام. نبوده یعنی رنجی برای بازیگری ام. نکشیدن یه روزگاری به نظر میاد که معبد هنر خیلی برجسته بود در ذهن کسانی که وارد دنیای هنر میخواستن بشن چه فرق نمیکنه چه به با عنوان بازیگر چه به با عنوان کارگردان چه به عنوان فیلم بردار فیلم نویس حالا ساحت های بیشتر هنری حالا بخش های تکنیکی و مهندسی کار نمایش رو من واردش نمیشم تو همه حوزه های هنری دیگر همینطور نقاشی تو نمیدونم رمان و چند تا نقطه الان به نظر میاد که حالا دلایل به دلایل متعدد نمیخوام بگم یک دلیل داره این معبد بودن و مقدس بودن معبد هنر انگار رنگ باخته شاید به تعبیری این حجوم سنگین مدرنیشت شاید ما رو گرفتارمون کرده نمیدونم که چند تا میشه ذکر ولی واقعیت رو به صد زبان داره میگه که فاصله افتاده این سوال بارها از من شده که آقا رمز موفقیت شما در چیه میگم من از شما آدم موفقی هستم بله حتما شما موفقین نه خب سواله برام میگم چرا چرا به نظر ام. شما آدم موفقی هستم بعد شروع میکنه شمردن کارها رو متفاوت بودن کارها رو میشمره میگه مثلا از دیار عاشقان لیلی بامانه از مرد عوضی مومیایسه ایسه موج مرده بعد نمیدونم حالا بید مجنون مارمولک فلان اینا هیچ کدوم ربطی به هم ندارم بعد من میگم آها پس این رمز این باعث شده که شما بگید ما آدم موفقی هستم میگه بله میگم من هیچ کاری انجام نمیدم اصلا میگم آقا شکست نفسی میکنه میگم نه نه به معنای اینکه هیچ کاری انجام نمیدم من جز دانش آموزایی هستم که تو طول سال درس میخونم شب امتحان هیچ وقت درس نمیخونم شب امتحان استراحت میکنم که صبح راحت بتونم برم امتحان بدم ما بارها دیدیم حالا تو نظام قدیم هم درس میکنیم شب به زر به زور قرص و قهوه و فلان جزوه های نم قطور آره قطور آر اونجوری مثلا بریم این اتفاق نمیفته مگر اینکه شما تو طول سال درس خونده باشی و بارها حالا تو اون کارنامه که ما برال از ابتداش بودیم یه چند سالی اونجا گاهی اوقات من که اصلا تدریس نمیکردم چون میکنم اصلا تدریس بلد نیستم تدریس یه شیوه است فرق میکنه با بازی با که من بازیگر حالا مثلا خدا قبول کنه بازیگر خوبیم مدرس خوبیم هستم اون انتقال آموزش در شیوه شیوهی که شما باید به با اون آگاه باشی این رو بکنید اما یه موقعی مثل این نازم های مدرسه یا مدیر مدرسه که مثلا برف اومده معلمه نرسیده بیاد اینا میرفتیم تو کلاس یا دو ساعت همون میشد چهار ساعت اونجا حرفم این بود میگفتم ببینید بازیگری که این همون شهر وظایف بازیگره در واقع شما از در خونت که میای بیرون در رو باز میکنی هر روز بازیگری شروع میشه حق نداری به چیزی نگاه نکنی حق نداری به چیزی توجه نکنی ما کارمند یک اداره نیستیم که زحمت هم میکشه تعریف داره برای خودش صبح بلند میشه کیفشو میگیره دستش قضاشم دستش میره اداره منتظره که مثل ساعت داری تموم بشه و بعدم برمیگرده خونش و کنار زن بچهش حالا روزنامه میخونه تلویزیون میبینه سله رحم داره هر چیزی که هست ولی ما یک کاری رو انتخاب کردیم که جدای از اینه ما چقدر در واقع تو طول زندگیمون با ها نگاه میکنیم به اتفاقاتی که تو جامعهمون همون میفته نگاه میکنیم به سلا مسائلی که تو جامعهمون رخ میده توجه میکنیم گاهی اوقات میگن که آقا من اصلا روزنامه هم نمیخونم میگم خب کار اشتباهی میکنیم میگه من تلویزیون نگاه نمیکنم حالا تلویزیون الان نمیگم نه, نه. کلن. تل... آره کلا بعد من میگم نه من اتفاقا وقت داشته باشم تا برفک تلویزیون هم نگاه میکنم مم. چرا یه کاری بده از کجا ما تشخیص میدیم که یه کاری بده من وقتی نگاه میکنم متوجه میشم که این کار بده مم. ولی اگر نگاه نکرده باشم همجیم. نه خوشم نمیاد چرا خوشت نمیاد بایستی که تجربه ای کرده باشی که خوشت پس ما بایستی به با مانی بازیگر وظیفه داریم که همه چیز رو دقت بکنیم این ما رو یه ذره جدا میکنه از اون زندگی روزمرگی کار و خوراک و خواب یه شهر وظایف سنگین یه قداست یک به صلاح تقدسی داره این کار ما اما معبد گونه که میگید و اینا اگر نگاه بکنیم اونجا اگر من نگاه کرده باشم همون بحث تو طول سال درس خونده باشم وقتی یه سناریو به من میدن این سناریو یه تعریف داره میگه یه آدمی با این مختصات خود به خود آلارمش توی ذهن من میزنه و اونجا به کمک من میاد حالا من میتونم از اون داشته ها و از اون تجربیاتی که تو طول زندگی دارم کمک بگیرم که بتونم اون شخصیت رو بناش رو بگذارم از صفر تا صدش رو به بسازم حالا هدا... هدایت کارگردان هست خود فیلمنامه هست دارسته. خود فیلم بردار هست همه عبیره. اینا همه چی به همه ابزارهایی است که به صلاح... همه در خدمتن که بازیگر اون بله. ار... بازیگر... بازیگر رو بزکش میکنن آه. لباس خوب بهش میپوشونن یه جنب شد لباس بد بپوشونن بهش ایجاب میکنه همه جوره بازیگر رو آماده میکنن که بره اون حرفی که توی فیلم نامه هست اون نگاه و اندیشه ای که کارگردان داره رو پیامش سفیرش در واقع اون بازیگره وقتی ما این کار انجام نمیدیم خب خالیم خب چطور ما موقع که میخوایم قرارداد ببندیم با یک ریالش کنار نمیایم اگه کم باشه ولی خب میگم حتی شما عرضه و تقاضاست دیگه اقتصادی هم میخوای نگاه بکنی یه طرف اول قرارداد وجود داره یه طرف دوم قرارداد وجود داره درست. شما با من طرف دوم قرارداد چقدر شهر وظیفه انجام میدی چقدر رفتی مطالعه کردی روی این فیلم چقدر روی نقش فکر, کردی اگه ما به ازای عینی داشته چقدر وقت گذاشتی بری نگاه بکنی اگر قرار ما به ازای عینی نداره چقدر رفتی در کنارش در واقع یه اثری رو مطالعه بکنی که اونطور هدایتت بکنه برای این کار من همچنان گاهی اوقات میگم که همین توی کار اخیری که حالا ما داریم یه کار نمایشخانگی نمایش خانگی با آقای داریم میکنیم الان پلان به پلان من قلبم میاد تو دهنم تا بازی بکنم بعد بعضی میگن واقعا تو هم اینجوری هستی بعد از همین سال میگم تازه من تازه شروع کردم بازیگری کدوم سال آفره. رو بلش کن من الان یه کار کار بازیگری رو دا تازه دارم آفرد. شروع میکنم چون هر نقش هر متنی هر نقشی آغازه آغازشه بله. من اگر فکر کنم خب خیلی میتونم بهره گیری بکنم از کارهای قبلی خب اونجا اینجوری گریه کردم اونجا اینجوری خندیدم اونجا اینجوری را رفتم و الان یه مقوله دیگه است یه آدم دیگه است یه آدم جدید دیگره من نمیتونم در واقع به نگاه چرا تجربه بازیگری بحاجته, بحاجته. رو میتونم وام بله. بگیرم بله ولی از بازیایی که کردم سعی میکنم پرهیز بکنم اینکه بله هستن ولی خیلی کم الان بازیگرایی که باز من میگم عنوان تماشا اگه بگم بازیگر میگن چرا خودشو داره تحویل میگیره فلان اینا میگم نه نه بس. برای جوانات تو نکات شما میفهمید خیلی خوبه آه من میگم که نه من, من خیلی کم داریم ما بازیگره خوب خیلی کم داریم الان بازیگر زیاد داریم ام. بازیگری که خوب اون امر بازیگری رو در واقع براش وقت بذاره اجرا بکنه اون رو کم میبینیم کارا نشون میده بازیگر زیاد داریم هنرمند بازیگر کم داریم من وقتی به میگن آقا شما هنرپیشه خوبی هستی میگم لطفا به من نگید هنرپیشه میگن چرا میگم هنر پیشه هنر پیشه مثل مرده شور میمونه که خیلی هم کار سخت و خیلی هم زحمت کشه آیا برای یک کسی که تو قصالخونه کار میکنه براش فرق میکنه که گدا بشوره شاه بشوره سیاستمدار بشوره براش مردست میشوره هنر پیشه فکر میکنم که شغل پیشش هنره هر چی بهش بدم بازی میکنه ولی من مم. نمیتونم من میگم فاصله که... گذاشتی فاس... من میگم من کی هنرمند قراره بشم تو امر ورزش هم اینجوری ها بانده. ما چقدر آدمایی داریم که مدال های خوش المپیک رو گرفتن خیلی داریم آیا پهلوان هم داریم هم. پهلوان زن هم داریم ما فقط به اختصاص هم... به مرد پیدا ما توی تو پهلوانی ا... یک جهان ا... یک منشه بل. جنسیت که نیست یعنی که... اینکه توی امر ورزش من میگم پهلوانی برای ما هم میشه ملاک بعد باشه توی بازیگری هنرمندی بعد برامه بعد مسیری که شما از بازیگری تو هنرمندی طی بکنی مسیر ساده ای نیست چیزی نیست که شما هر بار بگی که خب کاری نداره من این همه سال کار کردم نه کار داره شما تازه شروع کردی یه کشتگیر تا چقدر میتونه بگه من المپیک گرفتم دیگه المپیکی هستم دیگه آیا دفعه بعدم المپیکی میشی الزامنده نه بنده میگم اینو باز شاید کلیشه باشه مم. الان بنده که مقابل شما نشستم میگم من بزرگترین بازیگر جهانم به با عنوان پرویز پرستویی آیا تو کار بعدی هم بزرگترین بازیگر جهان هستن ام امکان داره که چون ما بچه اون دهه هستیم مارپله زیاد بازی میکردیم یه دفعه برگرد یه دفعه ماره نیش میزنه با سر میخوری زمین اوه. من همیشه میگم بازیگری فقط بازی کردن بقیه بقیهش اینقدر خوش میگذره اگه تو فرصت بکنی خوش گذاری نمی کنی م... یه جمله هایی رو من میشنم مثلا بچه ها میگن کارمار جدید نگرفتی میگه چرا گرفتم تو آن یه کاری گرفتم آره اینجوری خب خدا رو شکر گرفتیم یعنی کارماره انگار مثلا کار ساختمانیه اوه. قرار بریم دیوار چینی بکنیم بله اونم بعد دیوار هم درست بچینی فرق ولی اینکه یه کاری نگرفتیم من به بم بر میخورم میگم نکنه ما مسیر دار داریم اشتباه میایم من هیچ وقت کار نگرفتم برای خودم یعنی همیشه مترصد این بودم که در واقع آیا یه کاری پیدا میشه که ام. اون چیزی بوده که تو این سه سال دنبالش بودم یه کاری هست که من از خونه بکشه بیرون وگرنه من خونه رو ترجیح میدم حالا تو خونه که میگم خونه نشین ولی ت... کار نکردن رو ترجیح میدم ولی یه کاری باشه که منو در واقع الان من توی سه ساله یه جوری بوده که واقعا یه فنر فشرده بودم اصلا بودم خدا کنه یه کاری باشه که من تخلیه بشم از درقل انرژی بیاد بیرون. انرژی بیاد بیرون من توی سه سال خیلی سیزا دیدم خیلی به اتفاقات افتاده حالا قرار نیست تو اون سناریو همه اون اتفاق افتاده باشه درست. ولی همونها یه پشوانه ای می میشه برای تو که اون انرژی رو تو اون کاره بتونی راحت تخلیه بکنی اینه که من با هر کاری به زم خودم البته در حد به زد خودم پیرتر شدم و گاهی اوقات مثلا تو خیابون میگن آخه چقدر شما شکسته شدی گفتم خب قرار بود همینجوری بشیم. و هیچ وقتم تلاش نمیکنم که این شکستگی رو با ابزارهای امروز مم. رفش بکنم رفش. نه من به دنیا آمدم کودک بودم نوجوان بودم جوان بودم میان سالم میرم رو به پیری هر مقطعش حال خودش رو داره بله همینطور یعنی هم. من از اینها قافل نمیتونم بشم کدوم که از این فیلم و سریال که کار کردین انرژی خیلی خیلی عجیب از شما گرفت چون شما خوب کار خوب که الحمدلله کم نداریم خدا شد خب من اصلا خیلی ساده بخوام این جواب بدم میگم که هر کاری برای من همون انرژی رو به اختزای کاره گرفته ام. ولی خب یه کارهایی واقعا خیلی از من انرژی گرفته مثل آجان شیشه ای یه کارهایی خیلی از من انرژی گرفته مثل بید مجموع اینو میتونه آقای مجیدی خودش به اصطلاح فتوا بده که من قبل از اینکه در واقع برم جلوی دوروین خوشبختانه بعضی کارگردان ها هستن که این فرصت رو به شما به با بازیگر میدن بعضی کارگردان کاری ندارن یه کاری قرار انجام بدیم دیگه دارم. ولی این فرصت رو به شما میدن که در واقع بری خودت رو آماده بکنی برای اون نقش من شاید نزدیک به دو ماه توی بید مجنون هفت نیم صبحی مجوز گرفته بودن برای من که برم تو مجتمع ناوی توی فلک صادقیه از هفت و صبح تا پنج بعد از رو چشم بزنم که واقعا نقشه نابینا رو بازی اصلا نابینا بشم و نابینا شدم یه یعنی روزی ده ساعت واقعا و همین الان من اگر اینجا اون ابزار بود میتونستم ثابت کنم به شما و نه غیر از اینش هم میتونم الان اگر یه بریل باشه اینجا من حاضرم مثلا چشم بسته یه شعر از حافظ از خیام از هر شاعر دیگری به برای شما تایپ بکنم بدید نابینا بخوام. گفتم خب این فرصت دیگه این همون خودسازی است من قراره یه نقشی رو بازی یه محله دیگه از صدوق در یک ساعت دیگه هست. یک ساعت دیگه است این وقتی برای من فرصت فرصت پیش داده خب چرا از این ابزار استفاده نکنم خب بذار از این استفاده بکنم بعد یه سکانس معروفی توی بید مجرون هست که این آدم وقتی اولین بار چشماشو باز میکنه توی اون راه رو راه میره اینو از استنباط من هیچ وقت راضی به کار خودم قضاوت نمیکنم همیشه میگم اول تماشاچی باید ببینه قضاوت بکنه که من چقدر تونستم اون کار رو درست اجرا بکنم اونجا میتونم به خودم معدل بدم میتونم نمره بدم که آره من موفق بودم یا موفق نبودم اون سکانس معروفی که خیلی ها به من گشتت کردن اینو آقا اون سکانس روی که شما چشمات باز شده و میای برای اولین بار توی شیشه خودت میبینی و این خون چکه میکنه و فلان اینا خیلی شاهکار فلانه حالا اینا به کنار یه بار یه پزشکی از من پرسید که شما چی کی به شما گفته که وقتی آدم مثلا فرض کن چشمش رو قرنیش رو مثلا عمل میکنه و بیناییش به دست میاره اونجوری را میره گفتم به خدا هیچ کس به من نگفت اینا. خب یه مدتش کسب تجربه بوده ده ده. از نابینایی که توی مجتمع نابینایان بودن ولی انقدر من غرق اونا شدم مم. اون لحظه ای که من چشمم رو باز کردم تو اون نیمه شب تو اون راه روی طویل سکوت مطلق و حالا قرار راه برم واقعا نمیدونستم چجوری باید پامو بذارم زمین حتی موجب شد مجید اومد یه سکانس هایی رو ما قبلا تو راه رفتن گرفته بودیم اونو تغییرش داد تکرار کرد مم. اونجا اتفاق افتاد در واقع و خب اون خیلی سخت بود برای من توی این جوبای مدرس آقای کلاری شاهده خود مجید شاهده خود مجید میگه آقا بسه میگم آقا یه برداشت دیگه بریم آقای کلاری میگو آقا این زیر پات پر شیشه است میخه تو آب تو لجن تو اون شب بارونی تو اون فنس ها که مسیر رو گم میکنه و اینا زیر پای من هیچ چیز طبیعی بود یعنی همه چیز طبیعی بود ولی هیچ چیزی هیچ به اصطلاح بستری فراهم نشده بود که من آسیب نبینم ولی من اونجا باید به اصطلاح این کار رو انجام میدادم کار خیلی سختی بود یا توی روبان قرمز همین جور توی آجان شیشه ای همین جور اینو من ش... شاید مستقیم تا حالا به خدا آتمی نگفتم یک بار من نصف بدنم فلت شد تو این بازی تو سر روبان یه آجان سر آجان که حبیب رضایی شاهده اصلا من هر کاری میکردم دستم میفتاد هی میگفت زنی بزنیم اورژانس میگفتم نه نه من درست میشم نگران نماش درست میشم هی سعی میکردم با اون قدرت بحث بشم که آقا نه هیچ اتفاقی نیفتاده هیچ چیزی نشده تو همون آدم قبلی هستی خودت رو به دست بیار هیچ کسی اینو جز حبیب رضایی اون موقع نفهمید آژانس یک اتفاق خیلی شگفتی بود من. هم در کارنامه سینمای ها تا اون موقع یک اتفاق بزرگه نه من مهاجر رو شاید بتونم بگم از آژانس بیشتر دوست دارم این به این معنا نیست من. ولی یک چیز خاص بود یک پدیده بود من. هم فیلم پدیده بود ببخشید بازی شما پدیده بود آقای رضایی و آقای رضا کیانیان دوست مشترک و عزیز هر بله نمیخوام بگم من با بازی بقیه رو چیز نمیکنم بقیه هم خیلی خوب بودن اما بالاخره این مسلسه داشت بیتا بادران با هر خانم بادران که نقش زن عباس رو داشت هم ندیدیم بله بله, بله. و به حالا فاطمه نیست اما انرژی فاطمه خیلی سنگینه رو بله. بله اون خلوت هایی که حاج با فاطمه داره نامه نگاهی بله. خیلی بله. اون چیزی که چفی که میفرسته کلا یک اتفاق خاص بود بله. انگار یک انرژی رو آژانس آزاد کرد ببخشید در همه شماها انگار بود و آزاد کرد بله. خیلی جالبه که به اصطلاح ما اصلا تمکر نمیشناختم تا قبل از آژانس اصلاً. اصلا ندیده بودمش میشناختید ولی با هم دیگه رو مواجهه نداشتید می مواجهه مواجه نداشتید ولی هیچ وقت با هم روبرو نشده هم. بودیم حتی دیالوگ برقرار نکرده بودیم حتی یادم نمیره وقتی که مثلا سر آژانس شیکی می‌خواستم پیشنهاد کنه وقتی زنگ زد من فکر کردم آقای اسکندریه تو نه صداش بود عبدالله با آره با تو معنی نه صحبت میکنه اینا فکر کردم گفتم سلام آقای اسکندری گفتم من اسکندری نیستم آتمی کیم گفتم آقای آتمی کیم همون موقع بدم ای چقدر خوبه آتمی کیم با من تماس گرفت برای کاری گفتم من یه کاری دارم که میخوام کار کنم البته بین خودمون باشه موقع میگفت اینا بعد من دوست دارم که شما این سناریو رو بخونی اگر شما بازی کردی این سناریو رو شما بازی میکنی اگر شما بازی نکردی من به هیچ هنرپیشه ای نمیدم اینو بازی کنه حالا به زمینشون به هیچ بازیگری من نمیدم بازی کنه حتما یه آدمی رو انتخاب میکنم که از این جنسه انقدر برام اهمیت داره ولی اگر شما بازی کردی و اون آدمه رو من نشونت میدم که تو کی تو ذهنم گفتم باش. خیلی اون جمال زدم دفترشون بود اونجا مراتم سناریو گرفتم گفت خب پس من کی میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم گفتم ما بخونم گفت پس من دو سه روزی که با تماس بگیریم خوبه گفتم آره آره رو ما گفتیم ولی از جمال زاده تا افسریه که خونه ما بود الا ماشاءالله ترافیک وجود داشت و اینا من روی شوری که داشتم از اینکه که مثل کارها تمی کیاس چی و اینا همین سناریو رو شروع کردم به خوندن نتونستم رها کنم تا خونه تمام شد رسیدم خونمون یه دو سه صفحش خونده بود و اشکم میریختم میخوندم واقعا بعد رفتم رسیدم خونه و بلا فاصله یه پیکانی هم داشتیم پارک مم. کردم این رفتم بالا و بودن چی بودم این چیزی نیست خوندم و بلا فاصله همون موقع تماس گرفتم باشه تماس گرفتم خودشم آدم چیز شتاب زده تعجب کرد اینا گفت بله فلان اینا گفتم آقا من خواستم بگم که من هستم در خدمت گفتم که خوندی سناریو رو بله گفت کی خوندی سناریو رو خیلی تعجب بود برای کدام هم از دفتر جمال زده تا اینجا من خوندم و هستم خیلی خوشحال شدیم، اینا بالاخره قرار گشتیم و همه یک چی تموم شد کدام حالا اون آدم رو میشه من نشون بدی و اون آدمه رو یه جوری وست کرد من همین دیروز هم دیدم میشه آج عباس نجف آبادی که یک جانبازیه تمام طول هشت سال جنگ رو بوده البته چند تا عباس علم داره آجاب الفز بود که همین یک سالش نشده تازه فوت کرده مم. و فلان کتاب کوچه نقاش بله بله بله, 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 بله. در مورد این بله بله. بعد این حاج عباس رو به من معرفی کرد من رفتم دفترشون از همون جام زنگ زد آج خانم شام درست کنم چند تا مهمون دارم از این دیالوگای اینجوریو رفتیم خونهشون من ارتباط همون با ایشون قطع نکردم بعد دیدم خود آچ کازم هست. یعنی چندین و چند بار زندگیشو جمع کرده داده به شما به من دوباره از صفر شروع و الان همین کار میکنم هنوزم رو همون مرام من هنوزم همون آدم هم به هیچ جام وصل نشد یعنی وصل نشد که میتونست مثل خیلی از کسای دیگه که به صلاح بالاخره دارای شغلی شدن یا درآمدی دارن بعد وزیر شدن وکیل شدن بودن و هستن بله، و خواهند بود بله. ولی این آدم اصلا رها کرد اصلا ش... کارش الان یه چیز دیگه است و حرف زدنش هم، یعنی مثل همون بچه محلای خود منه بچه همون قاره، بچه درخونگاز بچه نم آب منگوله فلانه ولی وقتی میشینین مرام و مسلکش رو در واقع نگاه میکنی بعد جوری شد که من گفتم حاجی عباس میشه ازت خواهش بکنم گفتم گفتم شما هر موقع که فرصت کردی بیا سر صحنه ما مهم نیست من صورت شما رو ببینم فقط بگن حاجی عباس اینجاست یعنی برای من الگوی من شد اون حاجی عباس نجف آبادی برای فیلم آژانسی شیشه‌ای و اونو من و نفسش انرژی به شما و میده 100 و درصد و بعد دیدم که حالا خودشیفتگی نباشه خب یه دفعه توی مقطع از زمان آقای آتمی که آژانس ای رو به من معرفی کرد بعد ما یه قدیما خدا بیا ساندریان آقای سندریان آقای کنیم اینا همیشه قائل به این بودن یه نمایشی که ما میخواستیم کار بکنیم میگفتن که برو یه بیوگرافی برای این نقش بنویس خب این نقش الان از 20 سالگیشه یا 40 سالگیشه از کودکی تا الان چه اتفاقی افتاده برای این آدم ما میشستیم یه بیوگرافی اون خودش میشد یه قصه اصلا اینجوری این چیزاست که میگم بازیگری سخت میکنه و ما خیلی کم وقت براش میذاریم که خب ما این آدم مثلا فکر کنیم که خیلی خب آژانس شهری هاش این هاش مثلا گذشتهش کودکیش در کجا گذشته فقیر بوده غنی بوده طبقه اجتماعیش چی بوده واقعا اصلا چه شغلایی رو داشته تو گذشتهش چقدر سواد داره دانشگاه چیار دوست داشته برای چیار دوست داشته اصلا عشق میدونه چیه عاشق شده در واقع توی زندگیش یا کتک خورده تو سیلی خورده حق طلبی کرده چیکار کرده بعد اون بیوگرافی که من وقتی با خود آژانس شیشه ای مواجه شدم دیدم که با اینو اینو با قاطعیت میگم یعنی کودکی من اینجوری گذشته هستن تو همین ایام یک ساله گذشته خب خیلی همون در واقع دعوت شدیم به جایی صحبت شد و فلان شد اینا گفتن آقا خب فلانی موزش اینجوریه اصلا فلان خانم موزش ما تو شما موندیم چیکاری بعد من یه کلمه باب شد وسط باز مم. که خیلی بد تلقی بله میشه در تلقی آره فش تلقی شد هستن گفتم به زعم اون کسایی که این کلمه رو در بودن من وسط بازم ولی نه به اون معنا من هنوزم در 68 سالگیم اگر ببینم تو خیابون دو نفر دعوا میکنن اصلا فکر نمیکنم من کیم چیم جایگاهم چیه حتما میام پایین میرم سوا میکنم میرم برای جدایی مشتم میخورم با، با. کتکم میخورم وسطش و تلاش کنم جدا فشم میخورم این عقیده منه در واقع ما باید بتونیم جامعهمون رو در واقع یه جوری تمیز کنیم از اینجور مسائل هر چیزی به نظر من یعنی یک به علتی داره که در واقع این اتفاق میفته ما میگیم سینما اون چه شده میگم همه چی دست به دست یه مجموعه عوامل یه مجموعه عوامل باعث شده که سینما اینجوری شده من خیلی تعجب نمی کنم سینما چرا اینجوری شده یعنی ما الان مردم توقعشون رفته بالا همون جوری که مردم دارن به سختی روزگار میگذرونن هنرمندش بدتر داره روزگار میگذرونه ما شرایط شرایطمون بدتره منهای البته شما اندکیش شماره ولی قاطبه هنرمندان وضعیت بدی دارن وضعیت واقعا روزگار به وزیعت... سختی میگذروند. چرا حالا تلویزیون یه بار مثلا نشونش داده این من خدا رو فردا میاد من به قول معروف عامه یه جوری دیگه میگم آقا مثلا میخوام یه گوشت بخره رو... نمیتونه نمیتونه نیم کیلو گوشت بره. بخره برداره ببره بره. نمیتونه نیم کیلو میوه برداره ببره میتونه نمیتونه دونه خارج از کشور تعریف شده است بله. بله. تو میتونی چند تا دونه فرهنگ ما نه. بله، بله، فرهنگش بله. اینجوریه بله. ما اینجا حتما باید یک کیلو کمتر بله. نخریم اصلا بد بهمون نگاه میکنه وقتی یک کیلو بعد میگن اه شما که بابا دنیا رو چاپیدین بردین فلان اینا حالا چه قضیه اینا اینه که همه چی دست به دست هم داده سینمامون اینجوریه به همه یه جوری حتی توی این نمایش های خانگی ما چرا فکر میکنیم که نمایش خانگی یه چیز جداییه که میشه هر کاری باش کرد چرا فکر نمی کنیم که همون پیامی که همیشه هم به دنبالش توی سینما بودیم همون پیام رو توی نمایش خانگی داشته باشیم بله. چرا ساده انگاری می چرا ساده می بینیم روز هم داره بد... چیز میشه نزول عجیبی هم داره یه زمانی اگه خاطرتون باشه شما در واقع به نظر من حافظه خیلی خوبی دارید تو عرض فرهنگی من خوشحال بودم به خودم میبالیدم میگفتم ببینید ما داریم یه کارایی رو داریم میکنیم که الان مثلا فلان نمایش خانگی موجب شده که دیگه مردم نمیشینن پای این سریال های ترکی که ام. از ماهوارا پخش میشه که همش سوء تفاهم و خیانت و مسائل انواع و مسائل غیر اخلاقی برد. رو میشینن تماشا میکنن یه نمونه شما کار کردیم میگه چون من توش بله. بودم نه همگناه رو ما کار بله. کردیم بله. تو زمان خودش پر مخاطب بله. ترین بود بله. و خیلی اتفاقات خوبی افتاد بله. شاخص های خوبی هم داشت شاخص خوبی داشت واقعا بله. زیر تیغ ما کار کردیم خیلیا رفتن رضایت دادن خیلی آشتی کردن خیلی ها در واقع به هم نزدیک شدن قرار اصلا این اتفاق بیفته ولی آیا همه نمایشهای های خانگیمون الان همون مسکی رو دارن میرن کاملا دارن جهت تعیین میکنن بره. کاری که متاسفانه بعضی از سینما داران رو انجام میدن الان بعضی از فیلم های شریف رو حاضر نیستن اکران میکنن بره. به نمایش در بیارن بره. و به زاید شدم که تماشاگره متاسفانه متاسفانه بله همین یعنی ما یه سری فیلم های شاخصمون که به حال فیلم های مهمی هم هستن فیلم هایی هستن که به بلس... قول معروف حرف برای گفتن دارن الان دارن خاک میکنن بله. ما, ز... ما یه زمانی بود بله میگفتن که آقا بالاخره سینما چراغش خاموش شده دیگه حتی پول پرسنلش هم نمیتونه بده الان که دیگه مشکل این بله. که نیست که بله. خب حالا بیایم کمک بکنیم کمک کنیم از اون درآمده اشکال نداره بله یه فیلم اگر انقدر فروخته بیایم حالا دو تا فیلم خوبم در کنارش بسازیم یا دو تا فیلم خوب اینجا آن... خانه سینما، سازمان سینمای کنار ك... هم دیگه باید نقش آفرینه کنن. 100 درصد. 100 درصد. چون انجمن سینمادوستان عضو سن... اسناف خانه سینما چه حالا عضو خانه سینما باشن، قدیم که بودن، الان نمیدونم هستن یا نیستن. نه. قدیم که جزو اسناف بودن، جزء اسناف خانه سینما بودن. حالا الان نیستن، نیستن، من به رازه چیز نمیدونم، ولی بالاخره عضو از خانواده سینماست. خب خانه سینما چیز میتونن یک شرایط فرق هم بکنن. یعنی ببخشید آقای پرستویی تقریبا تو همه اصناف حالا از گذشته های دور اینطور بوده همسن و هوای خ... خیلی داشتن هل. الان نداریم واقعا هوای همدیار نداریم یعنی باید اون اتفاق بده برامون بیفته تا دردمون میگیره ولی کمک نمیکنیم من یادم نمیره زمانی که فیلم مطرب که ما کار کردیم کیای. آقای کیایی آقای مصطفی کیایی کار کردیم شاید خودشون دوست داشته باشم بگم ولی آقای مصطفی کیایی برادرش خونه فروخته بود یعنی از هیچ جایی ریالی وام نگرفته بودن خود مصطفی کیایی من یادم نمیره تو استانبول تماس کرده بیرون گفت ماشین منو بفروشه که گروه من اذیت نشه اینجا فیلم هزینه شد ساخته شد و فیلم قرار شد اکرام بشه اکرانش هم مشخص شد چه روزی دیشه ها بازه که یا سایت ها بازه که به صلاح برای فروش فیلم توقیف شد خیلی تلاش کردیم در واقع به خاطر خیلی اولا فکر کردم منم سعیم هم توی این قضیه اصلا اینجوری نبودم مثلا میتونستم بگم ما پولم هم خیلی راحت گرفته بودم لطفم کرده بودن من نقشی نداشت اصلا به من چه ارتباطی داره ولی نه من, من تو کار حضور دارم وظیفه دارم در کنار کار باشم من یادم نمیره چقدر به سلا شرایط سختی را آقای مصطفی کیایی گذروند تا اینکه این فیلم اکرام بشه چقدر خیلی جهاش به سلا مورد مختلف به سلا ایراد گرفتن فلان همه جا بودیم خیلی خالا کل محتوای کار لطمی نمیزنه یادم نمیره یه جمعی توی خانه سینما بودن من منشور شاهسواری رو همیشه براش احترام قائلم واقعا همیشه دلسوز بوده به عنوان دلسوز بوده اصلا ولی آدمایی اونجا بودن که خودشون کارگردان بودن خودشون تهیه کننده بودن من خیلی راحت تو چشمخانه چشمشون میدیدم که اصلا براشون مهم نیست اینو به قاطعیت دارم بودم که من اومدم به صلاح گفتن که خب حالا بذاریم که بریم حالا بذار یه موقعی پیش بیاد بشینیم واقعا یه چاره بیاندیشیم برای این کارا گفتم آقا زندگی این آدم رو حواس خونه فروختن ماشین فروختن زندگیشون رو گذاشتن یه اثری خلق کردن این اثر بعد بیاد توی سینما و نمایش داده بشه و الان من توقع دارم که به سلاش شما من که کاری نیستم من نه من تهیه کنندم نه کارگردانم من اصلا تو جمع شما الانم گفتم این خدا شده گفتم خود من فقط یه بازیگرم من دارم از شما که حمایت کنید هم سنفتون این اتفاق بیفته ولی عملا دارم میبینم که نه این اتفاق نمیفته غیرت سنفی نشون اینو من به تجربه بهم ثابت شده که انگار باید یه اتفاق بد برامون اگر افتاد بلند شیم خودمون باید تجربه بکنیم. خودمون باید. تجربه بکنیم ولی خب فیلم اومد اکرانم شد به حال یادم نمیره که به سلام مثلا فرض کن همه سینما دارا میگفتن آخرش ما الان تونستیم پول کارمندامونو بدیم پول عواملمونو بدیم چراغ سینما رو روشن کنیم دخل و خرج کنیم دخل خرج ولی باور میکنیم بعد از چه مدت فکر میکنم نمیدونم الان تمام کمال پولشون گرفتن یا نگرفتن یعنی خود سابله سرش می بود این چیزیه که من تو خود زندگی بهش قائل هستم میگم ما بلد نیستیم از موفقیت آدم لذت ببریم من میگم چرا اینجوری هستیم آقا چرا نمیتونیم کیف کنیم من دو تا اپشن به قول معروف برام مهمه میگم خدا کنه که از راه درست در برده باشه اینا. بعد یه کاری بکنه که باز اصطلاح همون جنوب شهری خودم جیب آدمام صدا کنه بیایم رو این کارهای خیلی آقای پرستوی هر جایی که خواستین جواب بدین هر جایی نخواستین جواب ندین هر چیزی که خواستین بگین هر بخشیش رو الان چند سالی هست بر اساس سفر مبارکتون من مثلا دارم عشان. این میدونم تو صفحتون تو اینستا میبینم شما هم لطف کنید صفحه منو نگاه میکنی حالا چند سالی هستش که شما با جناب آقای رسول خان خادم بانی مجموعه کارهای خیر شدی اینکه چرا از کجا شروع شد من سوال نمی کنم به خاطر اینکه یک سابقه از خیرخواهی شما دارم به اعتبار دوستی چندین ساله این چند سالی که دارید این کار رو میکنید با یک نگاه جامعه شناختی الان شما پیدا کردی مخصوصا که محدود نیست به یک جغرافیا یا چند جغرافیا شما پس فردا به من گفتید میخواید برید به سمت چهار بله یه روزی اونور خوی هستید بله میرید اونور به سالا سرخس و بیرجند و اینور یه روزی مثلا خوزستان هستید کرمانشاه هستید نمیدونم یعنی همه جایی که به اصطلاح اقتضا میکنه شرایط و کمک ها چیز هستش نیاز به کمک هست شما حضور دارید حالا متناسب با کمک هایی که به این مؤسسه میشه و میزانی که جمع میشه اگر بخواید نگاه جامعه شناختی خودتون الان به نسبت به جامعه ایرانی بگید چی دارید برای ما بگید این چیزی که حالا اسم آقای خادم شما بردید اینا من میخوام میگم که حالا بازی خودتون هم یه اشاره کردید اصلا از دوران کودکی این در من وجود داشت و از یه جایی هم که بالاخره حالا همینجوری خب موقع کسی نمیدید متوجه نمیشد و با من ارتباطی نداشت ولی فردی و شخصی در واقع این نگاه رو من همیشه هم داشتم از یه جایی یک مثلا شکلی برای خودش گرفت که با حبیب احمدزاده ما آشنا شدیم مم. بعد شهید تاهری که حالا خدا رحمتش کنه رحمت بله, بله, بله بله بعد بچه های موزه صلح آقای تقیپو و خیلی از آیمایی دیگه که موزه صلح ما رو با دو پای نداشته داره مم. مدیریت میکنه اینجا. بعد از یه جایی هم وصل شدیم آقای من میگم پهلوان رسول خانم واقعا واقعا از زمان حدود 5 سالی هست الان با هم البته همه کار ایشون می‌کنه ایشون مؤسسه داره مؤسسه فرهنگی هنری خادمین ازت علی خادم. که این به سلام مؤسسه از دهه 80 در واقع تاسیس شده خب همه کارهایی که لازم بوده میکرده ولی دیگه از زمان مثلا کرونا و سیل و زلزله و فلان ما خوردیم به پستم در واقع من در ایشون بودم واقعا کاری که در واقع انجام شده که میگم بانی اصلیش خود رسول خادم بوده با کمک نیکوکاران کمک همین مردم که واقعا همیشه حضور داشتن شاید خودش نداشته ولی کمکش رو دریغ نکرده و اینا یه آمار سرانگشتی مثلا میخوام بگم مثلا تو این چند سالی که من شاهدش بودم حدود 18 تا رقم مدرسه ساخته شده باید. حدود شاید مثلا نزدیک به 40 50 تا خونه ساخته شده در کنار کبرها چون بادای 120 روزه که میاد تمام زندگی اینا رو خاک میپوشون چقدر آره ما تنور از تبریز سفارش دادیم تنور که شبیه مکروه مثلا بله بله. میاد که پوشش داره بتونن نون بپزن یعنی یه جوری شده که دیگه اینجوری نیست که یه بار مثلا خیلی آدم ها هستن شب جمعه است میگه آقا نثار اموات خیر اموات ماشینش پر مثلا قضا میکنیم امان. برای توضیح میکنه که کار خوبی هم هست ما نه ما یه کارایی کردیم گاهی اوقات به با این مسئولین هم برخورد کردیم گفتیم ببخشید ما اینو داریم میگیم ما یه جوری داریم کشورداری میکنیم در مناطق محروم فقط مناطق سیستان و بلوچستان نیست خراسان رضوی از, از, از خراسان جنوبی است استان مازندران هست گیلان هست آذربایجان هست کردستان هست زنجان هست ما اینجا هر جا نماینده داریم الان بسای معیشتی داریم میدیم بهشون توضیح ارزاق میکنیم و مشکلات دیگهشون رو به صلاح در حد وزارت مؤسسه داریم حل میکنیم در واقع بعد فکر کردیم خیلی خوب فقط در واقع اینکه که مثلا ما بخوایم توضیح ارزاق بکنیم یا مثلا کفش ببریم لوازم تحریر ببریم خیلی شاید باز گری رو باز نمیکنه بذاریم یه کار دیگه هم انجام بدیم اینا میگم فکر مثل اصلی خود آقای خادمه بدون تعارف دارم میگم ولی خب ما هم همیشه همراه بودیم باشون با نه تنها من خیلی از ورزشکارای زن که نامآورن در واقع اکرم خداونده نجمه خدمتی بعد توی حسن رحیمی بعد نمیدونم کمیل قاسمی اینا هر کدوم حالا موقعی که بتونن برد. در واقع میان اینا ولی ما دیگه مدام دیگه گره خوردیم و اینها اومدیم به این فکر افتاد که اصلا بیایم اشتغال زایی بکنیم این مهمه کاری که الان چند سال دادم شروع کرده که ماهیگیری به ما اومدیم اشتغال زایی کردیم مثلا توی روستاهایی که تو همین سیستان و بلوچستان یا تو خراسان رضوی که انقدر افسرده بودن اینقدر حالشون بده تو سیستان بلوچستان که بدتر چه اصلا هویت ندارن در بقید. این شناسنامه ندارن اینه بارها گفتیم متاسفانه مورد مورد معاخزم قرار گرفتیم آقا شما یه داستان هایی بودیم داستان چی آقا باعت شناسنامه باعت این در 150 ساله داره باید. نماینده بردیم نماینده سبت اول سیستان بلوچستان رو بردیم. بردیم. بردیم آقا نگاه کنیم ببینیم 150 سال اینجا داره زندگی میکنه. بعد یک نفرم حتی حاضر نمیشد الان بگم مثلا حدود 20 تا ما فقط دار قالی داریم توی سیستان بلوچستان و خراسان رضوی که الان یه نفرشون هم به زور میمد اولش مثلا آقای خادم اومد گفت آقا شما بیا دو تا قالی ببافید به نخم بهتون میدیم همش هم کمک های مردمی و بله بله. و و حمت خود آقای خادم که دو تا قالی ببافید ما دو تا دستمزد قالی بهتون میدیم یه قالی مال خودتون یه میشو بر رم بهتون کادو میدیم این یک نفر تبدیل شد به چندین نفر حالا یه جا دارن قالی میبافن گبه میبافن یه جا دارن سوزندوزی میکنن مم. ما الان یه قرفه داریم در هتل هما چون اگه کالای دیگه بود میگفتیم داریم تبلیغ داریم بانده بانده. میکنیم نه این تبلیغ مال مردمه بانده. مال مردم بی بزاعته. یه قرفه داریم در هتل هما که تمام کارهای سوزندوزی و قالی بافیایی که شده در اونجا میشه. مردم میره یه پیجی هم داریم به نام پلیوار پیج هم هست وجود داره میتونن برن اونجا هم حضوری ببینن هم میتونن از طریق سایت پلیوار برن خریداری بکنن یعنی یه کارهای کاربردی اینجوری در واقع دارشد. و الان مثلا سه تا خونه در استان گلستان وجود داره که بچه های سه تا شیش شیش تا نو 9 تا 12 تا 16 سال حتی بچه های بد سرپرست و بی سرپرست هست اینجا نگه, نگه می شم. تحت عنوان مرکز مهرمای شپ خانواده مم. شبیه خونه است بله بله. اصلا نه بوی بهسیستی میده نه خوابگاه نه چی خونه تعریف شده است من امو بزرگم مم. آقای خادم امو کوچیک است البته خیلی بزرگم ولی اینکه مادر مادر دارن برای خودشون و هر سه شیفت هر هشت ساعت دوتا مددکار روانشناس هم در موقع که با این بچه ها کار میکنن الان بچه ها درس میخونن زبان خارج از درسشون میخونن شیر پذی میکنن کار مهارت هایی میگیرن مهارت هم مثلا یاد میگیرن من باور کنید که این پنج ساله یعنی الان اون کار اولویت من شده یعنی همین الانم که من بعد از سه سال رفتم سر کار با برنامه هماهنگ کردیم یه زمانهایی که من کار ندارم آزاد اعلام آه. میکنه و که ما اون سفرهامون رو بریم امه. یعنی ما از اینجا با هواپیما میریم مثلا فرض کن زاهدان زابل بیرجند خراسان هر جا یا آذربایجان بعد از اونجا بعد باید زمینی بریم متاسفانه ما در سیستان بلوچستان مثلا فرض کن زاهدان پیاده میشیم 250 کیلومتر بعد با ماشین بریم تا با اون جایی که میگیم برسیم و گاهی به ما میگفتن آقا دمتون گرم شما توی این کرونا چه دلی جیگری داریم میرین اونجا گفتیم مثلا کرونا اینجا رو بلد نیست اصلا اونا جایی نمیرن کرونا بگیرن و یکی از افتخارات رسول خادم و من و بقیه بچه ها حالا دونه دونه مثلا فادی حبیبی هست خیلی هستن هم از زنان ورزشکار بردان ورزشکار که هر موقع فراغی داشته باشن میان ولی خب من بیشتر فراغ داشتم بیشتر بخواهم در کنار آقا رسول هستم و خواهم بود و اینا اینه که خوشحالی این ما رو به اسم فامیل میشناسن پرویز پرستوی رسول خادم ولی نمیدونن رسول خادم قهرمان المپیکه نمیدونن پرویز پرستوی بازیگره نه برق دارم نه رادیو دارم نه تلویزیون بخشی از سیستم از این بابت میگیم افتخار میکنیم ما رو به اسم فامیل میشناسن ولی هویتمون هویت حووییت اصلیمون رو نمیشناسن این یعنی شخصیت فرهنگی هنری شما اصلا نمیشناسن اصلا از نمیشناسن واقعا عجب هر 25 روز یک بار باید این مناطق ما بریم آه. چیز دائمی دارید دائمی, داریم 25 روز یک بار منتظر ما هستن عجب بعد ارزاق ببریم براشون یعنی من سه کار نکردم ولی اصلا فکر نمی کنم کار نکردم خیلی کار کردم خیلی لذت بردم اصلا هم احساس خستگی نکردم و هر بارم آدم میره بله دردآور غمانگیزه ولی همون موقع برگشت باز یه چیزایی رو برای خود آدم رقم میزنه واقعا نگاه خود ما رو به جامعهمون عوض میکنه که زیاده خواه نباشیم خیلی بلند پروازی نکنیم من هر موقع من یادم نمیره باز اون چون دوست نباید اسم اون خانم رو ببریم مدیر مدرسه است که همین ایام ماه رمضانی که گذشت و اینا برگشت من گفتش که آقای پرستوی، آقای خادمم هم نبودن تو اون سفر گفتش که ما این بچه ها روزه هم میگیرن خانواده هم روزه میگیرن ما خیلی دلمون میخواد که به صدای افتاری به اینا بدیم آیا امکان پذیر هست؟ گفتم چرا نیست؟ چقدر مشکل اصلا هم هزینه هست؟ هشت میلیون خودم نگران نباش ما هشت میلیون تومن پرداختیم بعد دفعه بعد که رفتیم گواه پرسی باید میبودید و میدیدید که چه اتفاقی افتاد چون اون بچه ها میگفت سفره پنگ کردیم برای افتاری بچه هایی که به واقع دارم ارز میکنم اصلا تو زندگیشون پنیر نخوردن خامه نخوردن کره نخوردن با زولبیا بامیه نخوردن شیر نخوردن با بزرگاشون مصاحبه کردیم هست تو پیج من که گفتیم آقا پدر جان شما روزه میگیری سحری چی میخوری گفت سحری مثلا نون خالی با دو تا خورما گفتم خب این سحری افتاری چی؟ گفت نون خالی با چای خالی. دروغ نمیگن ها؟ همین نه، بعد چون من یه دوره رفتم سیستان آره، این خانم گفتش که باید می بودی که ما این سفره رو پهن کردیم افتاری بعد بچه ها دن سفره خامه چره زولویا بامیه بعد همه چی خورما مثلا فلان اصل همه چی اینجوری بعد خوردم گفتیم خودتون سیر نکنید شام هم هست و میخوام این شامم هم بهشون بدیم گفتم باشه مثلا در حد زرش پلو با مرگ و آره این راحت و کاری گفت خوردن بعد شام آوردیم هیچ کدومشون لب نزدن به شام گفتن ما این شام بریم به خانواده بخوریم آخی. چون خانواده همون تا حالا مرغ نخوردن ما جاهایی رو با آقای خادم میریم که مثلا بهمون گفتن خیلی راحت آقا میشه به جای این چهارده قلم چیزی که اقلام ارزاق اینا که شما آوردید به جای اینکه اینا رو به ما بدید فقط آرد خالی بدین گفتیم یعنی چی مثلا ما 120 کیلو چقدر گفتیم آرد مصرف کنیم گفت 120 کیلو 140 کیلو گفتم آرد خالی گواره چون صبح نون میخوریم میام بعد نون میخوریم زور نون میخوریم اصلا نون میخوریم شام نون میخوریم با نون رو میگذره و واقعا نون خالی میخورن میگه اخی اگه ما الان شما دادید به ما خب مثلا این آب میخواد که ما اینو چیز کنیم دیگه برای اینکه مثلا برنج رو بپزیم بعد نمیدونم خورش درست کنیم مثلا لوبیا نم همه چی آب, آب, سالمه, آب آ... سالمه. شما شما س... نداریم یعنی ما الان چندین جا رو آب تس... آب تصفیه کن بردیم گشتیم اونجا آب رو ما فیلمش گرفتیم توی آب قشنگ شما مشاهده میکنی انگلا رو و اونو میخورن اگه خاطرتون باشه نماینده چابار یه بطری اون آب آورد تو مجلس کن که ما مردم ما این آبا دارن میخورن آب گلالود اینجوری چند تا... یه بچه که کاملا گاندوها بلیدن بعد اون که هر چند و... وقت یه بار دیار... دست قطع میکنه. هوا که همه جام آوازش بود حتی تلویزیون هم آورد تو برنامه فلان. یه دستش قطع کرد یه مادری مثلا فرض کن بچه شد داشت مثلا فرض کن گرفته بود کاندوها خب اونا رو نمیتونی بکشی محیط زیسته دیگه حیات وحشه دیگه چیزی اون چه کنه اونم گرست نست اون دو بسته قریزه کارشو انجام میده یعنی یک سراشیبی اینجوریه که مردم از اینجا باید بیان این مسیر رو طی کنن برسن به یه رودخونه ای که رودخونه چرز کنم گندابه در چند کیلومتریش صد دگه باز کنن راحت اینا میتونن آب داشته باشن خب بعد مادره ببینه بچهش و گاندوه گرفته به عقلش رسیده که با انگوش بزنه تو چشمای گاندوه از درد باز نقطه ضعفش اینه در واقع که بعد بچه هر واسم نجات ما به خاطر اینکه بگیم آقا این آن نرن اونجا چون حیوان لباس آب آشامیدنی همه از اونجا تعمین میشه از اون آب هم لباس می لباس چرکار میشورن اونجا هم آب آشامیدنی هم آب برای حیوانات آب برای حیوانات که ما اومدیم اونجا آب تصفیه کن گذاشتیم یعنی شیلنگ کشیدیم لوله کشیدیم آوردیم تا بالا که این آب تصویه بشه اون انگل استفاده مم. نشه و ضمن که دیگه در خطر نباشن بله. بچه هایی که میرن اونجا ما جهان پالمان تختی رو با بوی این زهرا میشنسیمش میشن. بله که اون موقع تو زلزله بو زهرا صندوق گرفت افتاد تو بازار بله. و مردم و فلان اینها و ماندگار شد غیر از کارهای دیگری که میکرد حالا اونو شاید خیلی دیده نمیشد ولی اون چه که به صلا دیده شده برجسته بود همون بحث زلزله بومی زهرا بود خب نشان جهان پهلوان داره و هیچ وقت از یاد نخواهد رفت و اینکه نه اینکه من دارم من اصلا قبل از اینکه با آقای خادم بقول معروف این ارتباط رو داشته باشیم خب من ایشون کشتیاشون دیده بودم بله تو کشتیشون هم جوان مردی کرد جایی که اصلا نباید کشتی میگرفت آقا لباس پوشید یک دیگه نباید اصلا کشتی میگه رفت اونجا دومی رو به تنگ خرید که بله. تیم تنها نمونه. تنها نمونه خب و الان واقعا میگم خب چقدر باید سفات پهلوان، صفات پهلوانی چند تا باید دادم به که چی هست اینو و به نظر من پهلوان به معنای مطلق کلم است نکته دیگه داری داره اولا که من واقعا تبریک میگم به شما زنده باش شما عزیز ما هستید آقای این برنامه رو راه انداختید و قطع به یقین در واقع اتفاق خوبی میخواهد انشالله با دعای شما و همکاری که دعوت میکنید و من حالا این افتخار پیدا کردم اولی نصر زنده داشتید به من من اومدم اینجا و خوبه که به این مشکلات و گره هایی که برحال توی مسائل فرهنگی هنریمون هست در اینجا باز بشه انشالله. انشالله. حالا اگه مسئول به واقعا ببینه بشنوه بله. و باید نزدیک شیم به یعنی هیچ راهی نداریم جازیم، این آسیب میبینه یعنی <تصفح> ما هر جامعه ای رو به نظر من با فرهنگش با هنرش در وحله اول به صدا بله. هر جای دنیا اینجوریه یعنی بله. اونهاست که همین الان ما هر جا داریم میبینیم در واقع مثلا فرض کن از هنرمندا استفاده میکنن اگرچه الان یه ذره زاویه گرفته شده متاسفانه بله. نه نه بخش سوء تفاهم ان شاء حل بشه که اونم به اصطلاح واسه حل بشه ولی واقعا نمیتونیم کتمان بکنیم آره. که هنرمندا میتونن تاثیرگذار باشن توی جامعه میتونن این حلقه رو به هم وصل بکنن برای اطلاع اصطلا آرامش آسایش و رفاه جامعه همون واقع. و سربلندی کشور سربلندی بالا بریم پایین بیایم ایرانی هستن این ایرانمون رو باید حفظ بکنیم به هر شکلی که بله هست چه اونی که مسئول در هر مسئولیتی که هست اون سنگینتر البته سنگینتره بله. باید اینجوری باشه بله. که آقا شما هم در کنار مردم معنا بله. بله. شما هم برای مردم قراره که کار بکنید و مردم هم واقعا من اینو به ذرس قاطع میگم تقریبا میتونم میگم جای مهم دنیا رو من رفتم بله آدمای خوب همه جا هستن هم ولی واقعا مردمی بهتر از مردم ایران من ندیدم چون دیدم که چجوری تا دقیقه این حتی اگر اسیان زده میشن حتی اگر هرس دارن اگر در واقع یه دفعه عصبیت هم. یا همه ناهنجاری ها نابسامانی ها بهشون فشار میاره و میگن دیگه ما نیستیم ولی این مردم ما همیشه هم نشون دارن دقیقه نود باز اون کار کارستان آره، میکنه آره غیرتشون همیشه اون بله. یه جو همیشه یه جو غیرت بله. کش رفته دارن که اونو نمیتونن یعنی بالا برم پایین بیان ایران رو نمیتونن نمیخوان بله. از دست بله. 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 و اینا همگی باید دست مم. به دست هم بدیم این اتفاق میفته. مردم همیشه آمادگیشون اعلام کردن کشتی هستیم بله. مردم همیشه آماده بودن همیشه به قول معروف گرسنه خوابیدن ولی دلشون تپیده برای ایرانشون ولی مسئولین ما خب بعد خیلی حواس جمع عمل بکنن من یه چیزی که به صلاح به تجربه کسب کردم واقعا به این دوستانم یه مقای بوده که عرض کردم اینا گفتم ما فکر میکنیم بزرگترها وقت اشتباه نمیکنن یکی از بزرگترین اشتباه بله. من کوچکتر اگه اشتباه بکنم اشتباه جبران پذیر ولی اون بزرگتر اگه اشتباه بکنه جبران ناپذیره در واقع ما باید به صلاح این رو حفظش بکنیم که بتونیم مملکتمون رو حفظ بکنیم بتونیم این مرد قدر این مردم رو بدونیم واقعا بدونیم مردم خوبی داریم و این مردم همیشه به داد مملکتشون رسیدن و همیشه باید حفظشون بکنیم چه در طول تاریخ آقای پرستوی حالا یه تاریخ ایران اگر ما نگاه بکنیم چه در طول این تاریخ طولانی مدت به ایران چه در طول این چلو سال و اندی سال گذشته همیشه مردم از مسئولان کشور جلوتر بودن صد در صد همیشه جلوتر بر بخوره مسئولان چون خدا برای فداکاری جلوتر بودن برای کار و تلاش و کوشش برای آبادانی کشور جلوتر بودن برای حفظ این سرزمین جلوتر کم فروشی نکردن کم فروشی نکردن زمین این که مردم ما انقدر به آگاهی رسیدن یه موقع آدم تو نداری به آگاهی میرسه توی فقر تو تنگ دستی به آگاهی میرسه من خودم مامان پرویز پرسی نمیگم آدم آگاهی هستم گاهی اوقات من میگم میگم من اگر یه عکس دست جمعی با بچه محله مون بگیرم همه حیرت میکنم میگم تو چجوری تو اینجا زندگی کردی بودم به خدا مرام و معرفت و اخلاق رو من از یاد گرفتم تو همونجا آدمایی که فکر لقب میذاریم اینا لومپنن اینا آدمای لاتولوتن اینا نمیدونم فلانن بهمانن نه خیلی آدمایی با مرام توشون هست همه جا آدم خوب و درست ما چرا باید تو مملکتی که داریم زندگی میکنیم اگر یه ذره مراقبت میکردیم این برم میخوره بخوره ولی من میگم به کسی نباید بر بخوره ما خیلی از سرمایه مملکتمون به عنوان اختلاس از این مملکت خارج شد اینا میتونست خیلی از زندگی ها رو رونق بده یه, یه گوشی رو آباد کنه میتونست خیلی جا رو آباد بکنه من با نمیدونم اشتباه میکنم من به حد بزاد خودم ما اصلا مملکت گدایی نیستیم مملکت نداری نیستیم مملکت ثروتمندی هستیم متوجه جایی از ثروتمون مراقبت نکردیم بله همینطور نباید یه جایی مسئولینی اومدن که لیاقت اون مسئولیت رو نداشتن واقعا یعنی ای فرصت رو بهشون دادن ولی این فرصت رو درست استفاده نکردن ولی متاسفانه بعد جور رفوزه شدن ما تو, آره، ما تو زندگیمون میگیم که مثلا فلانی اصلا مولا درزش نمیده خیلی آدم خوبیه بعد یه دفعه یه اتفاقی میفته میگیم اه این اینجوری شد میگیم نه این اینجوری بود پیش نیامده بود آب نیامده بود آب این فرصت ها پیش میاد ولی بله. ما الان دوباره الان داره هی میرسه دیگه ما هر دوره ای انتخابات داریم نمیدونم انتخابات ریاست جمهوری داریم نمیدونم نمایندگان مجلس داریم آقایی که با ما نماینده میری اونجا تو نماینده مردمی, مردمی. بله. نماینده مردمی بدون مردم هیچ معنی به هیچ معنی خاصیتی دی... خاصیت دیگه ای نداری ای کاش که همه مدیران مسئولان مملکت ما این احساس مسئولیت رو بکنن که آقا شما در این جایگاهی که نشستی یه عده به شما رأی دادن نشستید مسئولیت پذیرفتید و نوکری و نوکری, نوکری کنید من, و من هنوز که هنوزه آخه الان در کنار مردم بودن مد شده تا تو این یک ساله شما در کنار مردمی شما در کنار مردم نیستی که خیلی ها به خود منم پرده گفتم <applause> ببخشید من بچه دهه سی هم. این را رسم و کسایی که به من یاد دادن همون قبل از انقلاب اعدام شدن رفتن این از اونجا به من ارث رسیده من جز این که در خدمت مردم بشم کار دیگه ای بلد نیستم بله. اصلا ما مردم تعریف میشن یه جوری من همیشه میگم آدم ها مثل دلار شدن الان اصلا قابل پیش بینی نیست قیمتشون چقدره <applause> امروز 50 تومنه فردا میشه 51 و 500 پس فردا میشه 49 تومن فلان آدما هم اینجوریان واقعا یعنی به اقتضای شرایطشون یه دفعه رنگ عوض میکنن تغییر میکنن بخشش رنگ عوض کردن نیست پرستویی بالاخره ما تحت تاثیر شرایط تحت تاثیر محیط جامعه و چند تا نقطه دوچار قبض و بست میشیم بله شما خودتون در عالم هنر در کار هنریتون روزگاری که دوچار قبض روحی هستین جلو دور می رفتم براتون خیلی سخته من نکردم این کارو ولی زمانی که بست روحی داریم این انبساطه هست این فرج و گشایش هست خیلی فرق میکنید من, من بارا آیا گفتم حالا دیگرونم شاهدم این که اونایی که حداقل به من به سلو پیشنهاد کن من میتونم به زیر بگم پرکارترین هنرمشه بیکارم حق ندارم کار کنم من وظیفه دارم بازیگری بکنم بازیگری برای من وظیفه است شاید از همین را دارم الان ارتضاق میکنم ولی هیچ وقت برای من شغل نبوده هیچ وقت به خاطر همین سه سال راحت کار نمیکنم و میگم آقا من چرا باید کار بکنم من این شهر وظایفی دارم میگم اگر توی این وانفسا یک نفر به سل رو راضی میکنه مستلزمه ای که هزینه میشه یعنی هزینه ای باید بده خانواده رو حالا به ضرب و زور به قول رو مجاب بکنه با هم بریم بیاد اگر مثلا فرض کن بریم فیلم گن آقا خدا قبول کنه یه فیلم از پرستوی گذاشتم بریم ببینیم اگه با حال خوب بیاد بیرون هفته خوبی را آغاز میکنه نیازی به تبلیغات هم وجود نداره میاد به همکارش میگه آقا خودش میشه خبر خوش گذشت پنجشنبه جمعه تعطیلات خوش گذشت میگه آقا دیروز یاد خالی من رفتم یه فیلم دیدم حتما دست زن و چدی بگیر برو ببین و عکسش هم ساده من شاید بگم خیلی پول رو ریختم دور قبول نکردم میتونست خیلی اتفاقات بلد. تو زندگی من بیفته اتفاقات ظاهری که یه دو قرار نیست با خود ببری ماشینم عوض کنم خونم عوض کنم برم یه کاری دیگه ای بکنم اصلا خورده نمیگیرم خود خود خودم. سفر خود خودم, رو در واقع میگم میتونستم تغییر بدم اصلا خودمو ولی میگم به چه قیمتی مم. من اینا هم باز کلیشه است میگم من هیچ وقت نه عینک میزنم که کسی منو نشناسه نه عینک نمیزنم که منو بشناسم ما مت زمانی که نشناسنمون نشناختنمون هی hey خودمون رو میخوایم میکنیم چه شده دیدیم بله بله من مواجه شدم میگه آقا تولانی اومده بود گفت شما من نمیشناسی بله نه بابا من قد گرفتارم اصلا چیزی نمیبینم فلان خدا نکنه یه دفعه دوتا کار بکنیم دیده بشیم تازه عینک میزنیم مزاحممون نشد من تو رانندگیم اینک دودی نمیزنم اصلا دوست دارم دیدن دوست دارم یه جوری شاید نور اذیتم بکنه ولی من نه دوست دارم این نور طبیعی دوست دارم در ببینم این. اینه که وقتی منی که میگم من خودم رو استتار نمی کنم توی جامعه هم دارم می گردم بلا استثناء اینو میگم که خانواده هم میتونه اعتراض بکنه یک دونه از خرید خونم رو غیر از من کسی انجام نمیده ماشاءالله میرم تو صف نونوایی و میستم همین الان یه روز یه دوستی حالا اسم میبرم بهش بروقه رفتم تو نونوایی سنگکی ایستاده بودم بعدم اینجوری هم نیستم که مثلا طرفی که آقا بفرمید بیا جلو و فلان اینا اصلا این, این حرف رو نیست بعد تو صفحه نوایی بایسته بودم تا نوبتم بشه یه خانمی اومد با هم سلام علیک کرد گفت سلام آقای پرستی گفتم سلام خانم گفت میدینی من کی هستم گفتم نه گفت من زن فلانی هستم که اونروند معروف یا مثلا گفتم ای واقعا من ندیده بودم شما رو فلان نیم گفت الان میرم خونه پدرش در میرم چرا که <applause> من بهش میگم باشه برو نون بگیر میگم بلنشم برم وایسم نون بگیرم تو صف مردم اونجا منو میبینن مزاحمت زیاد میشه برام فعلا من نون بگیرم بودم نه قربون تو برم من نه من اصلا از اینا نیستم تلفن بزنم برام چیزی بیارم باز اونم عیب نیست اصلا این رفتنه رو دوست دارم این معاشرته یه جوری با کاسب محله با آدمای محله میری یه خریدی بکنی یه سلوک اجتماعی سلوک اجتماعی بره. بره. ما باید جامعه هنریمون واقعا زود دچار یعص فلسفی نشن در واقع زود کنار نکشیم و اسیر موجه های سیاسی هم نشید. نشن وایسیم چون سیاسی آه. هم آفته آه. آقا ما وایسیم جلوی وری زیر شده نه با امان جنگ نه با امان دعوا مطالبه فرهنگی مطالبه فرهنگی بکنیم و ملی ببینیم آیا میتونیم بگیریم یا نمیتونیم بگیریم اگر نتونستیم بگیریم ور... حالا مسیر دیگه ای داره فلان ولی ما باید باشیم وظیفمون باید باشیم و باید اخاق حق بکنیم باید هویت خودمون رو در واقع بس... همیشه ب... به عرصه مثلا چی بذاریم به معروف چون ما هستیم که میمونیم د... دقیقا ببین ب... ب... برای های سینما و فرنگانر باید یادشون باشه که نگاهشون رو در کلان ملی باید چیز بکنن بعد مطالبه جدی فرنگی هم بکنن و البته رفیقانه و دوستانه صریح البته قرار نیست ما دشمنی کنیم با هم دیگه که چرا با بایستی من حقه میخوام بگیرم دشمنی میخوام بکنم و نقطه مقابلش هم اونم همینطور مسئولم که میخواد حق بده با منت نباید حق کسی رو بده مگه با منت حق کسی رو میدن وظیفه شه متاسفانه این روابط گم شده نه اینکه قبلا خیلی محکم بوده قبلا یک ارتباطاتی بود الان چندین ساله بحث امروز و دیروز هم نیست الان چندین ساله هی روز به روز لاغرتر لاغرتر و کم رنگتر شده حالا انشالله بلکه ولی چیزی که آسیب میبینه خود فرهنگ بله و هنر بله جامعه و در نهایت کشور و در نهایت کشور و خود بله. مردمی که نیاز دارن بله من همیشه یه تزی برای خودم داشتم گفتم پرویز پرسیال در حد چیز حالا خیلی آدم مهمی نبودیم ولی با خودم این برنامه‌ریزی داشتم گفتم الان باید بری تئاتر کار کنی برای تماشای تئاتر الان باید بری تلویزیون کار کنی چون توی دور افتاده ترین روستاهای ما تو این کشور هم هستن کشاورزهایی که با دستای پینه بسته مم. میان سماورشون قلقل میزنه چل تا چای سر هم میخورن و فلان اینا یه تلویزیون چارده اینچه سیاه از تاوانی بر مثلا قسطی هم بله. و گندم فروخته جو فروخته ما باید برای اونم بر اونم برنامه داشته باشیم اون وقتی میره اون کار کشنده یه طاقت فرسا رو تو گرما تو زمستون شخ میزنه درون میکنه باید برای اون به کار تغذیه فرهنگی به داشته باشیم حالشو خوب کنیم بله کار خوب من یه ب... خدا قوت به اونه شد بله. الان قراره بریم سینما کار کنیم م. الان نیست بله. من یکی از در واقع پایگاه های بسیار بسیار مهم ما از دست دادم اونم تلویزیون و دریق با درد البته آقای فرحزی و دیگه هم کار نمی کنم واقعا انشالله شرایط خب. کار کنی یعنی انشالله. هست توی دنیا گفتم آه. من که دعا میکنم شرایط فرحمش کار کنی <تصحیح> گفتم تلویزیون مرگ منم هم نداره زیر نویس بره چرا؟ چون تلویزیونم که... تلویزیون هم آلوده این خطوط که وجود داره شد آه. اصلاح طلب فلان بهمان بعد دیدیم. کجا بهترین تلویزیون ها توی... بهترین سریال ها تو تلویزیون ساخته می همینطور. هم کجا سلان سریال ها من خودم به عنوان یه بازیگر کوچک سریال رعنا کار کردم خوب. سریال اولین اولین سریال شما اولین سریال حالا یه دونه بود طالب اول. مال گروه اجتماعی بود پنج قسمت اولین کار داوود هم است آقای میر سریال رعنا سریال امام علی سریال آوای فاخته سریال آپارتمان سریال زیر اپارتمان تیق بله آپارتمان هم بودیم زیر تیق تش آشپز باشی بودیم خاک سر خب ببینید چقدر یعنی هنوز که هنوز من که بهروزی ارائه وا... خب... کردی تو خاک خب. خب ب... ب... یعنی وقتی برخورد میکنیم ما مردم به خصوص اونه که م. تعلق خاطر به خطه جنوب دارن م. میگن آقا خاک سرخ ایش وقت از ما نمیره یا زیر تیخ مثلا فرض کن چقدر اتفاقات عجیب غریب افتاد چقدر آدم ها رفتن خدا رحمت کن خدا بیا مرزا کنه و خدا در آخر همه اونرمند که واقعا تو این چند ماه گذشته یا تو این چند سال گذشته به خصوص از کرونا به این بر ما خیلی از سرمایه بزرگی سرمایه های بله. بزرگی واقعا بله. دست دادیم بله، واقعا. بله. بله. که دیگه هم جایگزین نخواهد نه واقعا خیلی بزرگان عجیبی رو از دست دادیم حالا عمرشو رو به دنیا نه ولی بزرگ خیلی بزرگان اکبر عالمی دوست مشترک بله، من و شما بله. خصوص دوست مشترک هم. اکبر عالمی زنده یادم جزه که بله؟ کسایی بود که از کلم اکبر عالمی یعنی بله میگم بله. یعنی هیچ وقت من خودم یادم بارا تو خیابون برخورد کرده بودم می وای میستا سلام علیک می کردیم اینقدر نازم. آدم با مناعت بله. تب افتاده خیلی. فلان خیلی. و دانشمند به با یعنی محال ممکن بود ما چرا اکبر عالمی ها رو الان تو تلویزیون کم داریم میر فخرایی رو کم داریم اکبر نوابی ها رو کم داریم به خدا جدی دارم میگم اینو نه اینکه اینجا نشستی ما به اینا میبالیدیم در واقع تل... شما ممکن بود مثلا اکبر عالمی برنامه داشت تو تلویزیون با اون پرنسیب خودش مثلا فرض کن میشه ادبیات فاخرش. عدبیات فاخرش بعد شما نشینی پای این برنامه یادم محال ممکن بود منشر محمدی که ما سریال خاکستر خو کار میکردیم اینو گو قدم بزنیم ما هم دیگه گفت ما بریم قدم بزنیم بعد قدم گفت آقا من یه فکری دارم تو ذهنم یه خطیشو برات تعریف میکنم بازی میکنی من اینو بدم بنویسن نه گفتم چیه گوی دوزی آخون میشه گفتم آره گفت یکم فکر کن گفتم فکر نداره چون هم آخونده رو میشناسم من از بچه, بچه هیت بودم به قول من رو که بچه محل من میشناسمشون <applause> همه جورشو دارم واقع. تو زندگیم دزدی که من فکر میکنم که باید به سرمنزل مقصود برسه وقتی توی این لباس مثلا این لباس به تنش میشینه درگیر میشه با خودش و اینها خیلی بیگانه نیست با این لباسه مم. اون با مجیغیل کریم دراسکش عباس مرچی خور فلان همینجوری داوود از گاوکشه مثلا فرض کن اینا رو من شمردم اینا گفت که گفتم ببین همه اینا یه آدمایی که من خودم شخصا به تک تک این آدم ها ارادت دارم اینها کسایی بودن که حالا همشون دوز نبودن نه. در واقع ولی بودن توشون که در واقع دوزی هم میکردن ولی محال ممکن بود که این دیالوگ توی خود فیلم مارمولک که هست میگه ماه محرم سفر نجسی هرون سرقت اینا محال ممکن بود که به توی ماه محرم سفر مثلا چاقو بکشن، دزدی بکنن، کار خلاف انجام بدن میدونستن که این ماه نباید این کار انجام یه حرمت خاص داره. داره بعضیشون تو وسط دسته وای میسادن اصلا نوحه رو مقال سیستم های صوتی به این شکل نمیدونن نوحه رو به سر دسته به تای دسته به صلاح چیز میکردن پاس میدادن که اونا هم بشنون جواب بدن اونا هم بشنون جواب بدن سلام محضاده بلد. زهرا حسین من شد یک و تنها جسمش بخون قلتان جسمش بخون قلتان اونا جواب میدادن از داری میانداری میکردن میانداری میکردن علامه جعفری خدا, خدا بیام من هم عمامه خیلی بزرگیم بله. بزرگم داشت من به خدا اینو دارم میگم اینه واقعیت دارم میگم گاهی اوقات میگیم بابا باز مثلا فهر. بعد اصلا تو رو این آهن رو, رو میکشون مینشون ده. حرف میزد شما دیگه اصلا اون لباس اون لباس الان یه جوری لباسی جوری شده که ببخشید بی حرمتی شده خیلی جواب اون لباسه یعنی وقتی که من مثلا فیلم مارمولک رو بازی کرده بودم یه مسئول وقتی که مسئول وقت مثلا اون موقع نه حالا در واقع دورانش تموم شده نه. بود اینا خیلی زاویه داشت و اینا ما هفته سه روز میرفتیم با آکادمی المپیک مجید مجیدی بود نمیدونم میر کریمی بود تبریزی بود میرفتیم ورزش اونجا اون آدم هم میمد اونجا روحانی هم بود بعد هفته سه روز ما مواجه بود با سه روزی که ایشون میمد آدم معروفی هم از تو. خیلی آدم معروفیه بعد یه روز تصادفی کاری ما نه اون با ما سلام میکرد نه ما کاری داشتیم گوش ما ورزش می‌کردیم می اینا یه روز تصادفا استخ که بیایم بیرون این کشتیگیری از آقای لورستانی قدیمیه بله قدیم آقای دورستانی یا بله قا... کار آر آره آره گوه آجاقا آقای پر... اینا رو آقای پرستوی سوخت سخت سرایی بله آفرین آره. بعد گفت آقای پرستویی هستن و آقای تبریزی کارگردان و بازیگر لیلی با من است گفت بله خبر دارم امسال یه فیلم من برای ما ساختن ولی <تصفح> <تصفح> اکران نمیشه منو میگی آقای من روی... یخ کردم بودم وای ایشون داره میگه اکران نمیشه یعنی تمام دیگه اصلا رنگ از رخم پرید اینا گفتم حاج آقا ببخشید من یه خدمت رو عرض بکنم اینا بازیگری شغل نیست برای من یه قداستی داره برای من من این کار رو با اعتقاد بازی کردم اعتقادم چی است نسبت به این کار میخوام بگم مختصات لباس شما تشکیل شده از یک امامه عبا قبا نعلین تسبیح شام مقصود انگشتر عقیق اینو تن هر کسی بکنی روحانی غیر از اینه شاخصه لباس روحانی به نظر من اگر ببریم بیرون چوب حراج بزنیم مثلا دیویس هزار تومان هم نمیخرم مجموعه شد چشاش یه گرد شد که این چرا داره جفنگ میگه مثلا گفتم اما اون چیزی که این لباس ارزشمندش میکنه عقبه این لباسه و تفکر ما باید بدینیم این لباس از کجا آمده تو ما و شهر وظایف اون با این لباس چی هست مدفر. چطور شد مارمولک تو سه هفته اول اکران توقیف شد رفت تو خونه ها الان توی هر خونه ایرانی داخل و خارج از کشور بری بعد از قرآن و حافظ که مارمولک هم توشه خب بعد از 20 سال تلویزیون جمهوری اسلامی مارمولک و این چه اتفاقی افتاد که اون موقع پخش نشد الان پخش شد تازه باز الان با سانسور موقع چه اتفاقی رقم میزد که الان رقم, چه نزد. رقم می زد؟ گفتم ببینید ما گفت نه چیز ما ولی نه مردم این رو نمیگن گفتم ببینید آقای حالا گفتم بذارید خیلی ساده بگم یه فاصله گشادی بین مردم و این لباس افتاده چی مقصره این وسط ما باید رسالت کار ما ایجاب میکنه که بگیم آقا این لباس گناهی نداره ها بله مگه لباس معلم تقدس خودش نداره لباس پزشک لباس, لباس لباس نظامی قداست خودش داره به چهت اینکه تو این لباس رو بدونی که چی باشیدی چه لباس سنگینیه میه همونجوری که توی مارمولک میگه حیف که این اسلام دستان ما رو بسته چطور ممکنه <applause> یه آدمی مثل رضا مارمولک <applause> که داریم نمونه ها <applause> نمونه های علمی داریم که این لباس رو میپوشه اینو نفهمیدن خیلی که این لباس سنگینی <applause> میکنه تو این لباس احساس میکنه باید حرفای خوب بزنه ساحت خاصیه باید حرفای خوب <applause> و گذار بزنه پدر خودش رو در میاره فشار به خودش میاره <applause> ولی تو مسجدی که پرنده پر نمیزنه آخرش این, این همه جمعیت, جمعیت و همه انتظار میکشن که این برگرده م. چرا؟ یعنی داره عدالت تفاهم صلح، دوستی اونس الفت اخلاق همه چیزو چیزیست که ف... ف... تو این لباس فکر میکنه من چیزی که به لط... توی مثال زدم براتون گفتم که این آدمایی که من میشناسم اینا پاممبر بودن میدونن یه آدمی که پامنبره هر باید حرف چطور میشه که اون ماه محرم و سفر رو گره میخوره مم. با اینا ولی بعد به اقتضای بد روزگارش بعد میره اون کارش انجام میده اینا پس بنابراین بعدش به یه جایی اون میتونه تبدیل بشه به اون روحانیه یه بستر داره به اون بستر داره بهد. چون آ... ب... آ... ناآگاه نیست یک بستر اجتماعی تاریخی داره از با... بنابراین ما ختم کلام این که مسئولیت خیلی سنگینی بله. داریم در قبال این مردمی که واقعا خون دادن من هنوز که هنوزه فکر میکنم که ما چهار سال واحدامون رو پاس نکردیم هنوز چرا؟ انقلاب کردیم انقلاب تبعات داشت بله. انقلاب پیامده شد جنگ جنگ هنوز که هنوزه برامون شهید دارم میارم همین هفته ای پیش هنوز آبون. ترکشاش داره کار هنوز هنوز بمبایی 20 داشت هنوز, هنوز داره بل. منفجر میشه هنوز به تعداد آدم بل. های روی زمین بل. توی بل. ایران ما مین زیر پا بله. هست بل. آه. پس بنابراین این احساس و مسئولیت رو باید بکنیم قدر هم دیگر رو بدونیم و اینقدر همه چه شوخی نگیریم یعنی نباید همیشه به شوخی مردم ما هیچ چی نمیخوام جز آرامش جز آسایش جز رفاه صداقت رسل. و صداقت و و دروغ صفت بدیه آرام و انشالله که همیشه همه چی صاف شد چون همه چی برمیگرده اون وقت خوش به حال ایران همون میشه خوش به حال این سرزمین همون میشه ما سرزمین خیلی خوبی داریم خدا. باید قدرش انشالله خیلی ممنونم آقای ببخشید تو رو خودم من عالی خیلی ممنون خیلی ممنون بخ... ب... تشکرم خیلی خیلی ویژه میشه به خاطر اینکه شما از خستگی سر کار آمدی فردا هم دوباره سر کار می‌خوای بری خیلی ممنونم خیلی ممنونم میتونم. انجام وظیفه کردیم. نه بزرگواری امیدوارم در... که به هر حال یعنی سر شما رو درد نیاورده باشم ما... و به هر حال برای بینندگانتونم سردرد موجب سردرد نه حتما دیگران مثل من حرفای تکشاری هم زیاد, زیاد حتما مثل من با شوق و, شوق و شوری که من داشتم گوش میکردم و دیدم و اونا هم به همین شکل انشان آرزی, آرزی موفقیت برای خودتون برد. برد. و برنامتون و همه دوستان و شیرکان هستند خب با شما بینندگان ارجمند برنامه قاف خداحافظی میکنم انشالله که تنتون سالم باشه و دلتون خوش و روزگاری بسیار خوب داشته باشید همراه با سلامتی جسم و جان و دل و روح تا برنامه آینده قاف با شما خداحافظه میکنم شاد و تندرست و سربلند باشید همه این آرزوهای خوبی که شما کردید رو من هم جلوی دوربین برای مردم عزیزم میکنم زنده باشید انشالله دونه بدونش در واقع تحقق پیدا بکنه انشالله ما مردمون خیلی دوست داریم انشالله, انشالله. درود برمیشون